Evet, ama Bəli. Bəli, mən indi ki mən YouTube təsvir sədə rə daram, bəli təsvir freeze çıxdı. Bəli, elə mütvəcih şudam, fəqət elə həllləşə bilmədim. Ürəklərini incə təşkilatdan dərbərə qarşı siyasi salam olsun. Fəal budam və digə xahiş edirəm onu rəqət qoyun. Salam aleykum. Salam aleykum. Qəsənə. Qəsənə. الان جناب مهندس صدری اجازه میفرمایید اجازه بدید دائمی را شما یک فیسبوک یا یک یوتیوب وازه اونو ببند لطفا بله بله من اینکه صدا میپیچه بله آقای مهندس ایرانی هستن که زحمت کشیدن این مدت به هر حال هر کجا که نیاز بوده حضور داشتن در جلسات سیاسی جلسات فرهنگی جلسات اجتماعی و نویسنده بسیار خوبی هستند در روزنامه ها و مجلات ایرانی نظریاتشون رو می نویسند من افتخار دوستی با ایشون رو دارم ایشون در این رابطه نظری داشتن با توجه به اینکه خانم در واقع لیندا شهردار اینجا خب بالاخره با سرای ایران ارتباطات داشته در نوروز هم در خدمتشون بودیم در مراسم نظریاتشون رو می‌خواستم مطرح کنم من گفتم تشریف بیارید در هیئت مدیره سرای ایران که هم شما با هیئت مدیره آشنا بشید هم هیئت مدیره با شما آشنا بشن بالاخره شما از ایرانی‌های فعال هستید در این منطقه به همین دلیل آقای امشب دعوتشون کردیم خدمتشون باشیم من خواهش می‌کنم آقای میرهاشمی صحبتشون رو بفرمایند در 10 دقیقه و بعدم دوستان سوالاتی دارن که از شما خواهند کرد خیلی ممنون آقای میرهاشمی بفرمایید درود بر همگی سلام میرسه جناب صدقی بله بله خیلی هم خوب خب درود به همه هم عزیزان من صدقی بسیار سپاسگزار از دعوتتون جناب علیرضا صدقی خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون دوستان دیگه آقای رسول حالتون چطوره امیدوارم که خوب باشید دوستان دیگر رو هم خدمتشون سلام عرض میکنم نمیخوام دیگه وقت زیادی بگیرم عرض کنم همونطور که مهندس صدقی گفتم من نزدیک 37 سال الان اینجا هستم و بالاخره فعالیت هایی داشتی این مهم نیستش که به اصطلاح وقتی که ما یه فعالیت اجتماعی رو شروع میکنیم حتما اون نفر به نتیجه برسه این یه کار تیمیه توجه میکنید یه موقع یه پرچم دست من بوده رفتم جلو حالا با آنچه که گذشت نمیخوایم راجع بهش صحبت بکنیم گذشته است ازش یاد میگیریم برای آینده نتونستیم علارغم این که مثلا ما 2520 تا رای در حزب لیبرال من جمع کرده بودم ما انتخابات رو باختیم شما باورتون میشه که مثلا این همه ممبرشیپ من گرفته بودم انتخابات رو باختیم چرا؟ به خاطر اینکه سیاست دیگه و من یادم پسرم اون موقع 15 سالش بود کمپین منیجر من بود تقریبا تو روابط عمومی به من میگفتش که دادی تو کامیونیتی به اصطلاح at large you're successful تنها کسی که میتونه تو رو استاپ بکنه is someone from your own community که اتفاقا همین اتفاقم افتاد درست در یه ما مونده انتخابات کسی دیگری اومد و با آنچه که گذشت ما باخت علی‌رغم این که من باز رفتم کنار به نفع ایشون و دیگران ولی باز اتفاق نیفتاد که ببریم ولی این یه چون در اجنداتون خوده بودم که بعداً راجع به این قضیه قرار صحبت کنید خواستم مقدمه‌ای برای اونجا باشه خدمت شما عرض کنم که در سال 2018 شهرداری نورت در ونکوور اون موقع دارالمساتا شهردار بودش که میشناختمش دارالمساتا راننده به اصطلاح آمبولانس بود یه روز اومد در خونه ما من خونه تو سیتی زیاد داشتم که آره من میخوام برم ران کنم برای کانسل رفت جلو و بعد شد شهردار حالا چند سالی کانسل بود بعد از جک لاکس که رفت کنار دیگه اینا اومدن شد شهردار سال 2018 وقتی که مساتا داشت میرفت کنار لیندا اومد و کاندید شد و اونجا در 2018 قرار بر این شد یعنی برنامه ساختن یه ورزشگاه جدید مقابل
هری جروم فری. هری جروم فری در درست در محل 23 و لانزدل روبروی سنتنیال واقع شده که استخر شنا و نمیدونم اتاقای کرایه‌ای و دیگه رینگ اسکیت و برای هاکی و اون ور زمینی داره خیلی بزرگه و مختص لاکراسه، ولی خب ورزش‌های دیگه هم توش انجام میشه، شامل این تیکه است. اینا تصمیم گرفتن، خیلی مخالفت های بود که به اصطلاح این 500 تا خونه ساخته نشه و اینها، بالاخره گفتن که یه مجموعه جدیدی اون ور خیابون 23 یعنی در جایی که الان سنتنیال هستش و اون پارکینگ و اینا اونجا هست، اونجا بسازن. این یکی رو وقتی اون آماده شد خراب بکنن. شهردار رو اینا همه چیز کردن. لیندام که در اون موقع میخواست بره گفت منم اگه شهردار رو بستدار قرار بود که ران بکنه. منم با همین قضیه موافقم و بقیه کانسلرهایی که هستن همشون بودن، غیر از یه خانم اسمشون یادم نیست، چینی هست که تازه اومده بود توی نورث ونکوور و انتخاب شد، بقیه همه قدیمی های اینجا بودن، همه گفتن که این کارو میکنه. تقریبا 3 پیش شهرداری نورث ونکوور بدون سیتی آف نورث ونکوور بدون کانسلتینگ با مردم پشت درهای بسته تصمیم گرفتن که هریجروم رو آخر دسامبر امسال خراب بکنن و اونجا رو هم که بسازن. چه میگه؟ طول میکشه تو پروژه است دیگه. این یکی دیستریکت they had so much problem، خیلی اصلا مشکلاتی داشتن و این حرفا، دو تا کانترکتور عوض کردن. الان هم اونایی که به اصطلاح تخصص این کار رو دارن اونجا اصلا مریض از نظر سرکولیشن و هایدرالیک سرکولیشنش اصلا ایراد داره. هر روز دیدید که یا استخر چیز شده، استخر که لیک کرده بود یا یه ماه و نیم بسته بودن، ولی اون وسلا سرکولیشنی که برای آب داره اون پمپاش کار نمیکنه، یا ویرپول خرابه یا این یکی پول یا اون یکی، حالا سانه های دیگرش هم کاری نداریم که چه مشکلاتی دارن. و خود اصلا اونجا اکسش بده برای دیسیبل ها و اینا، اصلا it's got so many problem. حالا مرتب یه جاش خراب میشه. یعنی وقتی که اینجا رو بخوان ببندن، من خدمت شما براتون بگم، همین هفته پیش پیوند رو نگاه کنید و هفته های قبل، واقعا من سپاسگزاری ازشون میکنم و همچنین از نشریه همیاری که چاپ کردن این مطالب رو. ما اومدیم یه تشکیلاتی، منم جزء به اصطلاح اینیشیتورش بودم و یه تشکیلاتی رو راه انداختیم که به اسم Keep Harry Jerome Open. شما همین اگر گوگل کنید یه پتیشنی هستش، هر کسی موافق باشه که Harry Jerome باز باشه اونجا پتیشن امضا میکنه. یه میتینگ داشتیم در 30 نوامبر گذشته که بد نبودن، جمعیت بالای 200 نفر اومده بودن، فقط اینا از ورزشکارا بودن، یعنی مردم زیادی هنوز نمیدونستن راجع به این قضیه. 300 نفر، 200 بالای 200 نفر بودن، از به من گفتن بعدن بیشتره، من تو روزنامه نوشتم بالای 200 اینها، میگفتن بیشتره اینا که به من گفتن، حالا کاری ندارم. اینا بیشتر هم ورزشکارا بودن، ورزشکارا شنا بودن، لاکراس بودن، سینیورا بودن. حتی دو تا از سینایرا که میخواستن بیان شرکت بکنن، من صحبت کردم باشون نتونستن بیان. یکیش یه خانم زیگی هستش که سینیور 93 ساله بود که به اصطلاح نتونست از این دنیا رفت، به اضافه آقای یکی از هموطنهای ایرانیم که یه هنرمند خیلی بزرگی بودش، تسلیتش هم من تو روزنامه نوشتم، آقای کامران مافی. این دوبلر بودش و اونا که فیلم های چارتون استن رو دیدن، کامران جای چارتون استن صحبت میکنه، دوبلر اون بودش. آقای میراش نکنه ما هم بیایم وسط، ما هم از بین بریم. خب حالا ما در اینجا جمع اینا که خدمتتون بگم، اونا که شنای سینیرا هستن، بعد مستر سویمرا هستش که خود من یه موقع جزشون بودم الان دیگه نیستم، به اضافه مردم دیگه که میان شنا میکنن، بچه ها ساعت 5 میان اونجا برای هاکی، اینا اون زمینشون از دست خواهند داد، اسکیت میرن، منم اسکیت دوست دارم میرم، یعنی
زمستون نوامو بر میدارم با هم میریم اونجا به اصطلاح برنامه مون اینه که بریم اونجا اسکیت اونجا رو هم میبندم. ورزش لاکراس هستش که ورزش فرست نیشنه، ورزش سنتی کانادش و هیچ زمین دیگه ای ما توی نورشور نداریم و من همینطوری استیمیت که دادم نزدیک 1000 نفر از کسایی که در از این اونجا استفاده میکنن، خود منم بعضی وقتا 2 دفعه میرم این ورا نورفن باشم اونجا میرم اون طرف باشم میرم تو دلبروک، اینها به اصطلاح از بایستی بیان به اصطلاح توی چیز دلبروک و دلبروک رو شلوغ میکنن. این روزا اگه نگاه کردید خیلی بیشتر شده، حالا اونجا اگر تعطیل بشه بیشتره و با توجه به محدودیت هایی که کووید 19 داره، چندین بار توی همین هفته نوشته بودن که جمعیت زیاده، یه ساعت وایسید تا خلوتتر بشه بخواید برید. برجد این قضیه مزاحم کارهای زیادی رو برای ورزشکاران و سینیرا و بقیه اینا پیش آورده و اینطوری که دلیل قانع کننده شهر دارم اینه که کانترکتر یه پولی رو به سیتی پیشنهاد کرده که این رقم پول رو اگر ما میخواستیم به اصطلاح کاورش بکنیم، مثلا تکس شما رو واسه چند درصد میبردیم بالا. اولا از این رفتی نداره، شما اومدی تو این سیتی که تکس ما رو بیاری پایین، حالا میخوای تکس ما رو ببری بالا و منت هم سر ما رو میذاری. اینجا رو 5 سال دیگه میخوای تحویل بدی، مردم همه دارن میمیرن در این زمان، تا 5 سال دیگه اصلا جنریشن عوض میشه، هاکی پلیرهای الان دیگه رفتن از اینجا، دیگه نمیتونن اصلا هاکی پلیر بشن چون جایی دیگه ای به اون صورت سر امروز هست، اون یکی هست ولی به چیز اینجا نیستش. آقای میراشمی ببخشید در دقیقتون تموم شده. این که حالا من جنبندی بکنم، آره ما چکار کنیم، یه به شما اگر گوگل بکنید Keep Harry Drum Open، اینجا یه پتیشنی میادش که این پتیشن رو امضا بکنید و برای موفقیت شدن، ببینید هر چیزی یه راهی داره، اگر این کار ما نکنیم موفق نمیشیم. کاری که در کالیفرنیا کردم موفق شدن، هر نفر به 10 نفر دیگه گفت و اون 10 نفر هم به 10 نفر دیگه گفتن، رسیدن به یه تعداد رأی که گاورنر رو اومدن ریکالش کردن، حالا دوباره برنده شد، مردم بیشتری میخواستن. ولی اینها اینطوری چی شد موفق شدن که اینها، اینه که از حضورتون به اصطلاح استدام میکنم، اونهایی که موافق این قضیه هستید، یه نگوشیشن هم کردن که مثل که مثلا 1 ماه اکستنشن دادن، تازه این 1 ماه اکستنشن رو میبخشید یه لحظه، این 1 ماه اکستنشن رو هم گفتن که اینجا ورزشکارای چیز میخواستن منتقل بشن اونجا، یه سری هم دارن بیکار میشن، یه اونایی که اونجا رفتن دیدن یه کافه هستش که بچه های به اصطلاح معلول اونجا رو اداره میکنن، یه پول میگیرن در روز، همه هم میرن اونجا یه کافه میخورن. اونا گریه میکردن میگفتن ما از کار داریم بیکار میشیم، چون اونور یه بلنس کافه داره که اونجا نمیذارن ما کار بکنیم و اینها. منظور این هستش که این یه نه مسئله سیاسیه، نه یه مسئله اجتماعیه که همه ماها به اصطلاح به همه ماها ربط پیدا میکنه. حتی اگر اونایی که میگن ما اصلا اینجا نمیریم، اومدن این ورزشکارا باعث شلوغ شدن اونجا میشه که و خودشون هم کمتر میمیرن. یعنی چه اونایی که در سیتی زندگی میکنن، چه اونایی که در دیستریکت زندگی میکنن، از این کار هیچ گونه بنفیتی نمیبینن. خواستم ببینم در صورتی که به اصطلاح و موقع صحبت کردنم، من خیلی دوست دارم که از شماها باشید که میخواد لیندا ظاهرن میخواد نگوشیشن بکنه، پیغام داده که میخواد به اصطلاح نگوشیت بکنه که صحبت بکنه، ولی من میگم اینا انقدر مطمئنن به فکرشون، چون ایشون دفعه قبل با 400 تا رای برنده شد، 1000 نفر فقط در سیتی استفاده میکنن که از هروجرام استفاده میکنن و حق رای دارن، یعنی این همشون میدونن که سیتاشون رو از دست خواهند داد. خیلی ممنون آیه مهندس، پشت پرده است که انقدر اصرار دارن. آیه مهندس میراشمی خیلی ممنون از دیدید. آیه دکتر اربابیان دست بلند کردن سوالشون رو مطرح کن. خیلی متشکرم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستان، آیه میر هاشمی،
آقای دکتر رسول، آقای دکتر صدقی و آقای دکتر و دیگران آبدی. بله دکتر آبدی و دوستان دیگه که من الان نمیبینمشون. به هر حال ما خیلی ممنون، به هر حال مطالب جالب و موثری رو فرمودین. ما دورا دور با آقای میر هاشمی آشنایی داشتیم و داستاناشون رو شنیده بودیم و افسوس هایی هم داشتیم در رابطه با کامیونیتی ایرانی و اون بحث های انتخابات اینها. در رابطه با این قضیه هرج روم و کلن چنین فعالیت هایی متاسفانه تو کل ونکوور اگر نگاه بکنین سال هاست، بنده 15 سال اینجا، خواهی منده سال ها اینجا بودن، 15 ساله بنده هیچ موردی رو ندیدم تو کل ونکوور که بیان یک کار پابلیک عمومی بزرگ بکنه. تو این ونکوور یک مجسمه، یه دونه مجسمه توش هست. تو این ونکوور کارهای عمومی، تنها کاری که من دیدم تو همین لوئل لانزدل این سالن ها و فلان هایی که حالا بازه اونا، به هر حال خیلی هم خوبه، یه فعالیت اونجا شده. این دیولاپرها تمام امکانات شهر رو دارن میبرن، هیچ زیرساختی رو روش کار نمیکنن شهرداری ها و بسیار راه اشتباهی رو میرن و ما شهروندا باید حتما موثر باشیم و یکی از این قضایا همین نقطه هرج روم و این منطقه است که بالاخره اینا باید، بله دیولاپرها باید ببرن، برای اینکه شهرداری باید اداره بشه، ولی این فضای پابلیک بسیار بسیار مهمه. یک فضایی که توی در واقع دلبروک درست شده، اون مجموعه یک مجموعه بسیار کوچیکه، اینا به حساب نمیشه خیلی روش حساب کرد، همین الان ظرفیتش پره. تازه اگر به همون اندازه همین هرج روم هم حفظ بشه، یه اینجور چیز ساخته بشه، این ظرفیت بسیار بسیار کمی، این باید در سطح خیلی بزرگتری. چرا باید تو کل ونکوور برین؟ آخرین شنبه ای که من گزارش رو دادم به آقای مهند صدقی، من رفته بودم تو این ویکند که تعطیله، به قدری جمعیت زیاد بود که من به عمرم جمعیتی به این شکل توی کل ونکوور من ندیدم، برای اینکه هیچ جایی ندارن، همه جمع شده بودن اونجا. توی کرونا بود 5% شاید کمتر ماسک زده بودن و جمعیت طوری بود که حرکت نمیشد بکنی. 4 در واقع اوپن اسپیس موزیک داشتن و مردم خب نیاز دارن. خب اینها مطالبی که باید در واقع این صدای ما باید صدای آیه هاشمی و امثال آیه هاشمی میر هاشمی بشیم و بتونیم تو قضیه کمک بکنیم. حالا سوال اینه که در واقع فراتر از اون ما باید همیشه بالاتر بخوایم تا پایینتر اونا بدن. در نشه ما میگیم این باید بگیم این کمه. ما چرا نباید تو این نورسبن، حالا اگه نگاه بکنیم که منطقه خودمونه، واقعا این عددی که فرمودین 1400 تا رأیشون آورده، خب اینا همه تطابق نداره. این اشلا رو باید گوشزد کرد، مطرح کرد و جلو برد. بله ببخشید، بذارید آقای یزدانی هم سوالشون رو بکنن. شما در واقع سوال همزمان جواب بدید. آقای یزدانی شما سوال کنید. چی نه خواهش میکنم، من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای میر هاشمی، ممنونم که این مطرح کردید، موضوع مهمی هست. سوال خاصی که من در واقع میخوام بگم اینه که من خودم مثلا به شخصی که خب ساکن این شهر هستم هیچ اطلاعی از این جریان نداشتم ده. و قطعا خیلی ها ندارن، هیچ اطلاعی ندارن، یعنی چون تو روال عادی زندگیمون نیست، اونجا رفت آمدی نمی کنیم یا درگیر نیستیم، الان هیچ اطلاعی نداره. چه جوری با چه سیاستی یا با چه روشی میشه این بالاخره آگاهی رو به اطلاع عموم مردم یا افراد بیشتری رسوند؟ چون که بالاخره تو زندگی افرادی که تو سیتی نورت ونکوور زندگی میکنن قطعا تاثیر مستقیم میتونه داشته باشه. چه کار باید کرد که افراد بیشتری مطلع بشن و ریاکشن نشون بدن، ریاکشنی که لازم هست رو نشون بدن؟
متشکر آقای ببخشید آقای نوری فردم یه سوالی داشتن دست بلند کرده بودن خدمت نشد که من تقریبا به تعدادی از سوالان پاسخ داده شد ولی یک سوالی که برام پیش اومد اینه که با صحبتی که قبل از حضور شما مهندسه با آقای صدقی صحبت میکردم این بود که الان من متوجه نشدم ما قرار جلوی تخریب ورزشگاه رو در واقع بگیریم یا قرار اگر حالا که قرار تخریب بشه به مرور تخریب بشه الان هدف شما چیه؟ بله نه ببینید اینو که سریع تر بود بگم نه ما اینی که قرار شده اونجا تشکیلات ورزش مجموعه ورزشی جدیدی ساخته بشه اون تصویب شده اونو هیچ کس دیگه باهاش مخالفتی نداره به نظر من بالاخره لازم هست کم هست حالا اینور قرار بود به اصطلاح پارک بشه و اینا که اینجا اومدن 500 تا دستگاه خونه دادن به این کانترکتور و این کانترکتور قبلا موافقت کرده بود که بعد از اینکه اونور ساخته شد چون کانترکتورش یکی ظاهرا ساخته شد بعدا من میام اینجا رو میگیرم حالا این کانترکتور اومده یه پولی به شهرداری داده به اصطلاح که شهرداری هم میگه که این به اصطلاح یه پول خیلی زیادیه ما از این اگه میخواستیم استفاده نکنیم از بودجه کم میآوردیم به خاطر میس منیجمنت خودشون این همه آدر رو به چیز میندازه سوال ما به این شهردار اینه که پول شما آدم های اینجا میمیرن تا 5 سال دیگه اصلا نسل عوض میشه 5 سال دیگه اصلا این کسایی که تیم شنا اینا پراکنده میشن اون برم اصلا جا نیستش که همونطور که واقع دکتر فرمودن الان دلبرو که میری من و اون وقت خیلی کسا هستن که جزء تراپیشون هستش که از این سینیورها باید برن اونجا توجه میکنید مثلا خود منم در روز یه دفعه یا دو دفعه باید برم به خاطر اینکه فیزیکی باید بیشتر اکتیو باشم و اینها منظور این هستش که نه اونجا اصلا ما مخالفتی نداریم اینجا اصلا ربطی به اونجا نداره اینجا یه پروژه دیگه خانه سازیه یه چیز کوچیکی هم گفته بودن که خیلی کوچیک آره یه پاور لاینی اونجا هست ما از این ور داریم استفاده میکنیم that's BS بیاید من براتون دیزاینش رو میدم که شما پاور لاین بایپاس بذاریم بریم این کار انجام بدید بدید کارگرهای شهرداری براتون فرمناتون اجرا بکنن این اصلا it's not an excuse میدونی یه بهانه هایی که برای کسی که تخصص نداره و اینا یه خانم خانه‌دار حالا نمیخوام مثلا بگم خانم های خانه‌دار نمیدونم ولی یه کسی که اصلا تو فن و صنعت و اینا هیچی نیست میگن آره چون اونجا پاور لاین ما نداریم به خانم میگفت گفت what about the power line گفتم well we create a power line I give him a bypass ولی ما کارخونه ای رو ما نگه داشتیم با یه خط بایپاس کارخونه ایرالکوی آلومینیوم یه لیکی میکرد اومدیم ما پیدا کردیم با بایپاس نذاشتیم این کارخونه خراب شد حالا اینجا شما میخوایی یه برق بگیری به اونجا یه استفاده های جوشکاری ها نمیدونم جرثقیل و چیزهای دیگه انجام بدی این هستش و سیوم نوار ما اومدیم ما هدفمون اینه که الان 3 اکتبر مواد 3 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر داریم میایم هریدروم این دفعه من با تماسی که با مدارس و اینا ایمیل همه رو فرستادم I'm expecting a lot of people امیدوارم که آدمای خیلی بیشتری بیان اینا ولی من میخوام اینا چون اومده بودن پیش ایرانی و یه چند تا از این دوستای کانادایی هم گفتن گفتن if Iranians are the majority they should stop this این واقعا یه ذره به صلاح رو رگ غیرت من تأثیر گذاشت که یه چیزیه که هم من خودم دارم بنفیت میبرم هم کامیونیتی هم سینیورا هم بچه ها هم اونا why not go work for it و وقتی هم که اومدم بهشون گفتم ببین همینطوری یه آگهی بدید فایده نداره شما بایستی اینطوری عمل بکنید اینطوری برید جلو همه کامیونیتی ها رو دخالت بدید الان ما میخواییم یه آگهی بزرگ بدیم اونایی که دلشون میخواد شاید الان 15 تا کامیونیتی رو من گرفتم که ما رو ساپورت میکنن نورشورم نیبرهود هاست، سیلور هاربر، نورشورم مالتیکالترال سوسایتی، نمیدونم دیگه نورشورم منتالی هندیکپ اسوسییشن بیشتر این جاها هم من خودم اکثرا عضو هیئت مدیره شون بودم
مثل مالتیکالترال که جزء فاندراش بودیم و بعد دیگه سه دوره هم پرزیدنت. حالا که این قضیه اومد که صحبت شد، من بعد از به اصطلاح دیگری اول من مهندسی مکانیکی از آستین تگزاس رفتم از یو بی سی، کورسای بچلر مال ایژوکیشن رو تموم کردم تو فیزیکس اند مث، یه دیگری هم تو تسل گرفتم، یه کار ایژوکیشن عامل منفعه شروع کردم و I don't need any money، نه پولی هست کسی من میخوام، نه به اصطلاح فقط کمک فکری به اصطلاح ما احتیاج داریم که این تشکیلات رو بگردونیم و تا الان هم خیلی خوب بوده، 49 نفر رو ما سیف کردیم. کار اول ما اینه که اونا که از های سکول فیل میشن نجاتشون میدیم، حالا تربیتشون میکنیم، اونا که درسی هن درسی، اونا که نیستن الکتریشن و همه اینا رو هم لایسنس ها رو بهشون میدیم، تیچر اسیستنس. کار بعدیمون هم این هستش که اونا که نخبه هستن، الان شاید نزدیک 8 تا نخبه هایی هستن که اینا تو وضعیت مدرسه و اینا بورد میشن، چه تو مدرسه های اینجا، تو مدرسه های آلمان، چه تو مدرسه های ایران، اینا رو هم داریم به اصطلاح یه فسیلیتی براشون ایجاد کردیم که خیلی تونتر بتونن رشد بکنن. آقای میرهاشمی یه مقدار از بس خارج شدیم، ببخشید قطع میکنم. من خواهش میکنم با توجه به سوالاتی مطرح شد، اگر پاسخی جا مونده بفرمایید، در غیر این صورت با توجه به اینکه زمان تموم شده و بقیه بله دیگه منم بعد از حضورتون مرخص شم. آره شما بله. فقط به من اون کاری که باید انجام بشه و گروه های دیگه دارن انجام میدن توی همین واتساپ یا تلگرام برای من بفرستید، من برای بقیه اعضا میفرستم و نظرشون هم بعد از این جلسه دریافت میکنیم که نحوه مشارکت ما و همکاری ما به چه صورت باشه. البته اینو فراموش نکنید که من به اتفاق آقای میرهاشمی ظاهراً توی مسابقات روباتیک و اینها در خدمتشون بودیم، به عنوان بله بله. جاج عمل میکردیم، ایشون فعالن تو خیلی از قسمت ها. من از شما تشکر میکنم، اگر بقیه دوستان اجازه بدن ما با آقای میرهاشمی خداحافظی کنیم، بعد راجع به این قضیه خودمون در یاد بله. تصمیم بگیریم بله. اجازه بدید ببینید، برای اینکه این قضیه بتونه عملی بشه راهشو من میگم، فقط تو فیسبوک اینا چیز نیست، راهش اینه که هر نفر به 10 نفر بگه و اون هم از اونها بخواد به 10 نفر دیگه بگن. اینطوری تو کالیفرنیا موفق شدن، درست مثل ویروس کرونا. برجهت بسیار خوشحال شدم، بسیار سپاسگزارم از اینکه به حرفای من گوش دادید. امیدوارم در هر همین که 10 نفر به 10 نفر بگن بزرگترین همکاریه که هر کسی میتونه بکنه. ممنون، متشکرم. 3 نوامبر 4 بعد از ظهر یادتون نره و کیپ هری دروم اوپن. اینو شما گوگل کنید پتیشن خودش میاد. قربان شما، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا خب آقای دکتر عابدی هم تشریف آوردن خدمت شما، شاید آقای امیرخان باجکیان هم تشریف دارن، خیلی مقدم از میکنیم خدمت دوستان. ببینید من میخواستم فقط شما مطلع باشید که یک همچین تجمعاتی، یک همچین کارهایی که در این منطقه در واقع که ایرانی بیشتر هست انجام میشه. ما حتی اگه نظر مخالف هم داشته باشیم جامون نباید خالی باشه. ببینید وقتی شهردار این منطقه با 400 تا رأی شهردار میشه، این بحث دوممون شروع میشه که آقا چرا ما نباید ایرانی‌ها رو تشویق بکنیم به حضور در این در واقع کارهای اجتماعی و سیاسی. و راهش هم همینه که همه جا باشیم، حرفمون رو بزنیم و نظرمون رو بدیم، نظر دیگران رو بشنویم. برای این بود که من ایشون دعوت کردم. البته میتونیم در واقع نظر شما دوستانم بگیریم که تا چه حد ما مداخله تو این قضیه بکنیم. من در خدمتون هستم، فقط حواستون باشه که ما باید بحث آقای دکتر رسول رو و آقای در واقع باجکیان رو، نمیدونم آقا تاها نیومدن فکر کنم،
این رو هم بعد از این داشته باشید. ببخشید در مورد تاها من اول عذر می‌خوام می‌کنم که دوربینم روشن نمی‌کنم، موقعیت جالب نیستش اینجا. در مورد تاها باید بگم که متاسفانه این مشکلی که در واقع سیل و رانش زمینی که ایجاد شده تاها توی جاده گیر کرده و البته جاش خوبه، حالش خوبه، توی مزرعه پناه دادن، ولی خب به هلیکوپتر مجبور شدن بیان نجاتشون بدن و اینا. آره به حال فردا جاده باز بشه احتمالا برمیگره، ولی دلیل این که نیستش به نظر میاد این باشه. حالا به هر حال انشاءالله جلسه بعدی خدمت تاجان خواهیم بود. ایشون بسیار بچه خوشفکریه، بسیار ایده های خیلی خوبی داره. من چند تا جلسه باش بودم، خیلی مثبت فکر میکنه و خیلی برای جامعه ایرانی و حیثیت جامعه ایرانی دلسوز، پرهیز میکنه از هر گونه اختلافاتی و دستبندی هایی که ما رو از هم دیگه جدا میکنه. اینه که دلم میخواست میبود معرفیش میکردیم و تو این بحثی که آقای نریمانی و آقای واجکیان مطرح خواهند کرد حضور میداشت. در رابطه با این آقای میراشه میدیگه سوالی چیزی اصلا نظری دارید میخوایم بدیم که چه بکنیم آقای آیون؟ از میخوام من فقط یادآوری کنم که لایو هستید رو فیسبوک و یوتیوب. ببخشید صدای من رو دارم. من فکر میکنم همون که فرمودین شما در واقع اطلاعات شما بدین، هر کسی 10 نفرش رو، واقعا 10 نفر دوستانی که داره رو، پیشنهاد بسیار بسیار خوبی بود، بیان تمرین کنیم. این کار خیلی جا موفق بوده، ما هم این کار رو بکنیم. شون پیشنهاد بسیار خوبی داشتن برای اینکه ما موثر باشیم. هر کدوم از ماها 10 تا دوست داریم، به اینا میسپاریم، اینا در واقع به نوعی تشویقشون میکنیم که واقعا جدا تو اینجا باشه. حالا اگه نصف اینا 5 نفرم هر کسی بتونه، خودش یه عدد بزرگی. بله، به شرطی که این تمرین باعث بشه که ما در انتخابات بعدی بتونیم به همین صورت تبلیغ کنیم که بتونیم آقای واجکیان و آقای دکتر نریمانی رو بفرستیم بالاخره. بله، ولی همین تمرین هاست، همین شکل رو باید بتونیم یارگیری بکنیم و این کار رو انجام بدیم. همه همون میتونیم خیلی راحت، 10 نفر واقعا حالا عدد بزرگ نیست، شدنی. بسیار خوب. من برای دوستانی که جلسات میان هفته گذشته رو نداشت، خدمتشون نبودیم، عرض میکنم که با همت و لطف آقای یزدانی ما تونستیم شبکه سرای ایران رو از زوم مستقیم منتقل بکنیم به در واقع به فیسبوک و یوتیوب. یعنی همین الان هم شما اگر در یوتیوب و فیسبوک ببینید، این برنامه به صورت آزمایشی داره پخش میشه و ما انشاءالله برنامه رسمی که بعد از این خواهیم داشت در خدمت آقای دکتر علیرضا صدقی و آقای دکتر عابدی در رابطه با بحث مهاجرت خواهیم داشت که در واقع تبلیغاتش رو از هفته دیگه انشاءالله شروع خواهیم کرد. من خدمتون هستم آقای واجکیان و آقای دکتر رسول، بفرمید. رسول جان شما شروع کنم. شما بفرمید. والا من ترجیح میدم شما شروع کنی که بعد من، چون یه مدت از بحث ها دور بودم، در واقع بتونم بعد برگردم به بحث. از این لحاظ میگم که شما چون در جریان بیشتر از من بودید. بفرمید، خواهش میکنم. راستش قرار بود که تاها بیاد حرف بزنه. من صدا من میاد؟ بله بله دارید. ما صدای شما نه تنها از اینجا میاد، در ممکنه که تاها جان الان در فیسبوک و یوتیوب هم دارن شما رو میبینن. بله، صدای شما رو میشنون. بفهمید. بعد من اینکه بحث یادتون بیاد برنامه چی بود، ببینید قرار بود که ما تا سال آینده که انتخابات رو خواهیم داشت باید یه حرکتی انجام بدیم که جامعه ایرانی ما در ونکوور از این حالتی که در گوشه نشسته و منتظر دیگران براش تصمیم بگیرن بیان بیرون، هم شرکت بکنن، کاندید بشن بیان، هم
در واقع دوره های لازم رو برای اطلاع رسانی بذاریم که اینها اگر هم نمیخوان بیان کادید بشن در شهرداری ها، در خدمت شما ارشد، در واقع قسمت های آموزشی یا در پارلمان نمیدونم نمیخوان، به هر حال حداقلش اینه که مشارکت بکنن در انتخابات. وقتی ما میبینیم که این عزیز رفته با 400 تا رای به شهردار شده، خب خیلی زور داره که ما بیشتر از این، ما الان فقط توی تلگرام مون داریم. خب اگه همین آدما بیان رای بدن، اصلا ما میتونیم دوره بعد آقای علیرضا صدقی رو بفرستیم به پارلمان دیگه ان شاء الله. حالا دوستان فعالیت نمیکنن، شما فعالیت کنید. حالا و بحث دومتونم این بود که شما تمایل داشتید که ما یک جلسه حضوری بذاریم که سالنش رو بنا بود که آقای دکتر نریمانی در اختیار بذاره که پذیرایی هم بکنه که دوستان به صورت حضوری هم دیگر رو ببینید. بفرمید راجع به این صحبت کنید. خب یکی از مسائل مهم اینه که مشارکت ایرانی در عرصه سیاسته و متاسفانه این یک حفه خیلی بزرگیه که توی جامعه ایران دیده میشه و شاید به این خاطر که کسایی که به کانادا مهاجرت میکنن از یه حالتی سیاست زده شدن در محیطی که ایران بوده و شاید یه انرژی خیلی زیادی دارن برای اینکه وارد سیاست بشن. و یه دلیل دیگه اش هم اینه که وقتی میان کانادا مردم فکر میکنن که همه چیز خوبه، چون مقایسه میکنن با ایران و فکر میکنن که چیز به قول معروف خوب داره اتفاقات میفته، در صورتی که واقعا پول مالیات ما هست که داره خرج دولت میشه و دولت داره در موردش تصمیم میگیره و این خب خودروهای تعامل داره. یه قسمت خیلی مهمی که به نظرم بازم توی جامعه ایرانی به قول معروف نقطه تاریکشه اینه که قدرت خودشون رو نمیدونن. یعنی همین که گفتین یه دونه شهردار با 400 تا رای برده، این واقعا نشون میده خب اگه میتونستیم با 400 یه نفر خب شهردار رو تعیین کنیم و بازم اینو نهادینه نشده توی جامعه ایرانی و خیلی اهمیت لیبل های مختلف سیاست کانادا هم برای جامعه ایران مشخص نیست و یه چیزی که خیلی واضحه برای ما به نظرم برای همه ما اینه که یه آموزشی نیاز داره که مردم انگیزه بهشون بده که تصمیم گیری های دقیق تری در مورد سیاست مسائل سیاسی انجام بده و در این راه ما در مصری راهکارهای پیش رو در راهکارهای با هم حرف زدیم با من با تو جلساتی که با آقای واجکیان و آقای تاها داشتیم و حتی آقای صدقی من خصوصی حرف زدم، یه سری راهکارهای مختلفی بررسی کردیم و چیزی که خیلی مهمه اینجا اینه که خب من که طرفدار حزب سبزم و آقای واجکیان که طرفدار حزب NDP ما اینجا در واقع برادر هم، ما باید بیایم اختلافاتمون رو بذاریم کنار و سعی کنیم که به جامعه ایرانی نه اینکه نظرات سیاسیمون رو بذاریم کنار، ولی باعث بشیم که حتی اختلاف نظر من و آقای باجکیان باعث بشیم که بقیه ترغیب بشن به انتخاب کردن تا اینکه زده بشن برای از انتخابات شرکت در انتخابات یا هر مسئله سیاسی. خب این یه چیزی که بین خود ما باید مطرح بشه. من خودم دارم رو خودم کار میکنم که واقعا با امیر چجوری همکاری کنم. من کاری که امیر میکنه من خیلی دوست دارم فارسی در بیسی، ولی واقعا هیچ وقت درست نمیدونم که چجوری میتونم کمکش کنم و خب امیدوارم در آینده بتونیم همکاری بیشتری داشته باشیم. یه موضوع دیگه هست که آقای صدقی فرمودن آموزشه و آموزشو کاری که چیزی که من پیشنهاد دادم این بود که یه سری جلسات خانگی داشته باشیم، حالا که دیگه به قول معروف یکم محدودیت های کووید برداشته شده، یه سری جلسات خانگی داشته باشیم و از سیاست مدارای که میشناسیم دعوت کنیم بیان حرف بزنن.
اتفاقی که میفته خیلی هم باش چیز کنید یه سیاست مدار وقتی من حق بزنند احتمالاً یعنی حتما در مورد حزب خودشون حرف میزنن یا حتما میخوان یه فاندریز دیگه انجام بدن اینا رو باید در مورد حرف بزنیم ببینیم چه جوری واقعا میخوایم شکل بدیم و یه روند خیلی یه رود مپ یا نقش راهی برای این رو در نظر بگیریم و یه چیزی که الان حالا یه مایل استونی اگه بخوام در نظر بگیریم انتخابات شهریه که پیش رو داریم و ما فکر میکنم باید یه مایل استونی بذاریم. من فکر میکنم نظرم این نباشه که بیدیم حالا شهردار پیشنهاد بدیم برای انتخابات، ولی توی قسمت های مختلف مثلا شورای شهر یا مثلا پارک ها یا مثلا مدارس میتونیم یه سری آدم ها رو تشویق کنیم که بیان پاپیش بذارن و این یه مسئولیتی برای خود ما میاره. یعنی اول باید آدم درست پیدا بکنیم که علاقه من باشه به این کار، ثانیا وقتی که آدم درستش پیدا شد حمایتش کنیم و به قول معروف براش بستر رو فراهم بکنیم و ثالثا اینه که اختلافات که وجود داره بین خودمون یه جوری باش باید به قول معروف کنار بیاد. حالا در بستر شهری من هنوز با آقای باجکیون حرف مستقیم نزدم، ولی من خیلی خوشحال میشم بتونم با همه دوستان حرف بزنیم در مورد اینکه من انتخابات شهری مثلا لورد ونکوور و خود شهر ونکوور چه استراتژی باید پیش بگیریم. و یه چیزی خیلی جالبه اینه که اصلا احزاب مثل NDP و گرین هم خوششون میاد که جامعه ایرانی فعال بشه. من فکر میکنم که یه جوری وقتی ببینن که خود جوش داره پیش میاد، من این واقعا این اندازه حرکتی که اگه اندازه که حرکت خوب در سطح شهری نشون بدیم و بتونیم یکی دوتا توی سطح شورای شهر به انتخابات وارد شورای شهر بکنیم، بعد میتونن روی این حساب کنیم که به انتخابات فدرال و استانی هم فیچ بکنیم. و خب حرکت های قبلا جامعه ایرانی توی لبنان مختلف زده، ولی منظور خود من برای حزب سبز شرکت کردم و توی انتخابات و ولی خب واقعا به اندازه کافی با جامعه ایرانی ارتباط نداشتم و فکر میکنم که الان تازه داریم، شخص خودم میگم الان تازه دارم میبینم که پتانسیل جامعه ایرانی چقدره، ولی در عوض چقدرم گوناگونه. این مسئله که ما باید باش یه جوری در جلساتمون کنار بیایم و حرفمو یه قطع میبندم، ولی داستان کلی اینه که یه استراتژی شسترفته داشته باشیم برای انتخابات شهرداری توی شهرهایی مثل ونکوور، نورسند و کوکیتلان و تا ببینیم چی میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون. آقای باجکیان شما بفرمید. آقای باجکیان خواهش میکنم. ممنون رسول جان، ممنون از همگی دوستان. من ببینید حالا بحث اختلافات شد، خب من اختلافی هیچ وقت یعنی اختلافات سیاسی از نظر اختلافات حزبی و اینه که خب هیچ وقت حداقل باعث عدم همکاری من نمیشه، یعنی من کاملا موافقم که باید این کار رو بکنیم. حتی یه چیزی رو که من نقد به در واقع انتخابات قبلی شهری داشتم به روی کردی که به طور کلی در حالا از طرف آدم هایی که تشویق میکردن این روی کرد تعقیب میشد، این که ما فقط بحثی بود که ما یه ایرانی رو بفرستیم اونجا و خب حالا و چون طرف هم ایرانیه باید حمایتش بکنیم. این که میگم منظورم من نقد شخص خاصی رو نمیخوام بکنم، یه روی کرد رو میخوام مطرح بکنم که خب ببینید
صرف اینو من در همه رده ها میگم، صرف این که یک نفر ایرانی هستش خب برای این که مثلا یه نفر بهش رأی بده خب کافی نیست. و به حال این که من نظرم به اون آدم نزدیک هست یا چیز هست، خب این باعث میشه که من به آدم رأی بدم یا ندم. و خب بله یه قسمت از اون تصمیم گیری من هم این میتونه باشه که طرف نیازهای جامعه من رو بفهمه یا میتونه صدایی باشه از صداهایی که در جامعه ما وجود داره، ولی یه قسمتش نه همه برنامه. متاسفانه همه این داستان شده بود توی انتخابات مختلف. میشه این که ما یک ایرانی رو بیاریم بالا و حالا البته در انتخابات استانی سال گذشته خب متاسفانه، یعنی متاسفانه که نمیشه اینطوری نشد بخواد، چون ما نامزدهایی که داشتیم از سبز یا نامزدی که از حزب لیبرال بی سی بودن مثلا خب خود رسولی و کسای دیگه، خب این رویکرد حالا ایجاد نشدش. و حالا از یه جنبه‌های خوب بود، از یه جنبه‌های باید بالاخره از طرف جامعه هم کسانی که به اون ایده نزدیک بودن حمایت میکردن. باید به طور کلی خب ما باید یه آگاهی سازی بکنیم. یه نکته دیگه هم که رسول خیلی درست اشاره کردش، ما باید افرادی رو که قابلیتی دارن، حرفی برای گفتن دارن رو تشویقشون کنیم و بیاریم در صحنه. صرف نظر از این که حالا من چه ایدئولوژی دارم یا چه دیدگاهی رو میخوام بیارم در صحنه، خب یکی بحث جامعه هست، حساب این هستش که صداهایی از جامعه ما هم بیان. یک نفر خب طبیعتا میتره نمیتونه صدای جامعه باشه، ولی خب به هر حال بخشای مختلفی داره جامعه ما، راست چپ، طرفداران محیط زیست، کسانی که در مورد فضاهای عمومی دغدغه دارن، کسانی که دغدغه مسکن دارن و خب راهکارهای خاص خودشون هم دارن. و این افراد رو ما هنرمون اینه که گروهی مثل سرای ایران که تفکرات و دیدگاه‌های مختلف رو جمع کرده بتونه برای اینها فضایی فراهم کنه که افرادی که قابلیتی دارن، حرفی برای گفتن دارن. من به طور مشخص من آقای شهریاری رو میگم که خب یکی از بهترین نامزدها در انتخابات گذشته بودن و حالا متاسفانه نتونستن رأی بیارن. این افراد بتونن در واقع آماده بشن و ما یه منتورشیپی داشته باشیم برای اونها که اونها رو برای ورود به این فضا آماده بکنه. و یه نکته دیگه هم این هستش که دغدغه های شهری یه مقدار از این حالت قالب سنتی حزبی لزومن در این قالب نمی گنجه. یعنی مثلا مسائل شهر نورث ونکوور و بخش نورث ونکوور، یعنی دیستریکت و سیتی، این دوتا لزومن با هم یکی نیستند، اولویت ها یکی نیست. بعضی وقتا شما میبینید که یک عضو شورای بخش نورث ونکوور که مثلا از حزب NDP هستش در گرایش حزبیش در استان و فدرال با یک نفر که مثلا گرایش محافظه کار داره هم گام میشه در بعضی مسائل. خاطر اینکه مسائل شهری مقدار پیچیده تر از این قالب ها هستند. و منم فکر میکنم که تمرکزمون روی فقط نورفن نباید باشه. وستفن هم جای خودشو داره. در کوکیتلام بحث جای خودشو داره. در پورتمودی خیلی صحبت شده بود مثلا، یا حتی کوکیتلام که چرا از ایرانی ها کسی نمیاد کاندید بشه. و خب یه مسئله رو هم باید در نظر بگیریم در شورای شهر، این یه مقدار به خودمون هم کردیت دهیم، در سیاست شهری حضور مهاجران یه مقدار سخت داره. الان من به حساب در ونکوور زندگی میکنم، من رسول داریم ونکوور زندگی میکنم. خب اینجا در شورای شهر ونکوور فقط یک نفر غیر سفید پوست وجود داره، یعنی شهردار و 9 عضو شورای شهر از 10 عضو سفید پوست هستن. ما حتی یه بحثی شده بودش، بونیتا زاریلو که الان نماینده پارلمان شده از پورتموندی کوکیتام میگفت تعداد شهرداران زن در مترو ونکوور با تعداد شهرداران مردی که فامیلیشون ستوارت هستش یکیه.
یعنی این اصلا خیلی جالبه. ما در نورث شور خب دو شهردار خانم داریم، شهردار وست ونکوور و شهردار شهر نورث ونکوور، و در این ورم در ونکوور آقای کندی استوارت شهردار ونکوور هستم و ریچارد استوارت هم شهردار کوکیتام. خب این وضعیتیه که در واقع ما باش روبرو هستیم و یه مقدار سخت‌تر میکنه این نبرد رو. من توصیه‌ام این هستش که در درجه اول ما اشخاصی رو که در واقع یک به حساب یه چیزی درست کنیم، یه فهرستی درست کنیم از اشخاصی که به نظرمون قابلیت‌هایی دارن و باید و فکر میکنیم حرفی برای گفتن دارن و میتونند جامعه ما و فراتر از جامعه ما رو دنبال خودشون داشته باشن، اثر گرایشی. حالا مثلا من خب شاید لزومن از نظر حزبی، حتی آقای شهریاری ما خیلی انسان خیلی حزبی نیستن، ولی خب من مثلا شاید از نظر مثلا بعضی دیگه از همراهانی ایشون در انتخابات شورای شهر، خب من شاید باشون هم نظر نباشم، ولی در کارآمدی ایشون، در قابلیت ایشون، در فهم ایشون از پیچیدگی های مسائل شهری نورفنکوری که خب شکی ندارم. در و افراد دیگه هم هستن که حالا گرایش های مختلف دارن، از خواستگاه های اجتماعی و سیاسی مختلف میان و اونها هم میتونن بیان. و بعدم یه مسئله که ما داریم، ببینید ما یه جامعه خاصی داریم که از این لحاظ با خیلی ها ممکن تفاوت داشته باشه، یه جامعه پراکنده‌ای داریم. حالا اینو بعضی ها به عنوان عیب میگن، من حالا میگم لزومن عیب نیست، یه ویژگیه که این دشوار میکنه ما رو برای رسیدن به در واقع این که با افراد بیشتری در جامعه در ارتباط باشیم، حلقه ها و گروه ها و انجمن ها و به حال خواستگاه های مختلفی هستن که ما باید باشون در ارتباط قرار بگیریم و این یک کار مشکلی. یعنی مثلا سرای ایران مخاطب خودش رو داره، فارسی در بیسی مخاطب خودش رو داره، بنیاد ایران و کانادا مخاطب خودش رو داره و اینا هیچ کدوم نمیتونن ادعا کنن که اکثریتی رو نمایندگی میکنن. من شرمنده جامعه مهندس صدقی هستم، خیلی به ایشون ارادت دارم و خدمتی که ایشون به جامعه میکنن رو بی‌نظیر میدونم، ولی ما این واقعیت جامعه همونه. برای همین ما لازم هست که ما که بتونیم با به حساب یه اصطلاحی دارن این فرنگی ها میگن گوشمون رو رو زمین بذاریم، گوشمون این حواسمون باشه که کیا دور و برمون هستن، آدمایی که حرفی برای گفتن دارن، اینها رو باشون در ارتباط قرار بگیریم و ازشون بخوایم که و باشون گفتگو داشته باشیم. البته خب گروهی باشن که مثلا مترو معیارهایی رو تعیین بکنن، بر اساس اون ما باشون با اون افراد در تماس باشیم و تشویقشون کنیم که بیان و کمکشون بکنیم که وارد بشن، و وقتی هم که وارد شدن به حساب توی کارزار انتخاباتی هم بهشون کمک بکنیم که نه فقط ایرانی ها بلکه فراتر از ایرانی ها هم بتونن داشته باشن. یعنی حالا ارتباطاتی که داریم با به حساب بازیگران منطقه‌ای توی هر شهر توی هر منطقه، اون ارتباطات رو برقرار بکنیم، سعی کنیم مثلا اندورسمنت جایی رو براشون بگیریم. و غیر از اون هم ببینید یک مسئله که توی جامعه ما جا نیفتاده و این رو همه کاندیداها در همه رده‌ها باش روبرو هستن، ساختار انتخابات هست که اینجا دونه دونه رای میگیرن و باید بریم در بزنیم با رای دهنده‌ها صحبت کنیم. و این که مثلا حالا این از اهمیت برنامه ها کاست نمی‌کند و به نظر من اون رو باید داشته باشیم، ولی این که باید آدما دونه دونه رو با رای دهنده‌ها حرف بزنن و رأیشون رو بگیرن و اون افراد رو تشویق کنن که در روز انتخابات حتما در رأی بدن، تماس بگیرن، باشون تلفن بزنن و سیستم مرتب و منظم و سازمان یافته جمع‌آوری رأی و بسیج آرا و بردن آرا به صندوق رو داشته باشن، این رو ما باید هم خودمون کسانی رو داشته باشیم که یاد بگیریم، هم کاندیداهایی که اومدن رو این رو براشون تامین بکنیم. اینایی که میگم ببینید خیلی پیچیده است، من میدونم، ولی این چیزیه که من میخوام با حرفمو تموم کنم. ناامیدم نشین از اینکه این دفعه جواب نده، چون این چیزا یه سیکل
یک کار طولانی رو میطلبه. ما اینجا از یه جای دیگه اومدیم با یه مکانیزم دیگه با یه سیستم سیاسی دیگه. من حتی دموکراسی و دیکتاتوریش هم نمیگم، نوع نگاهمون فرق کنه. و تا بخوایم اینو یاد بگیریم یه کار سازمان یافته بکنیم که جامعه آشنا بشه باهاش وقت میبره. من برای حالا مثال شخصی خودم رو بزنم، من سال 2012 عضو NDP شدم، 2014-15 در واقع یه مقدار کارم جدیتر با حزب شروع کردم و حالا 2015 میشه گفت که آوتریچ خیلی جدی به جامعه ایرانی و حالا بعد از اون جامعه بزرگتر فارسی زبان رو وارد شدم. 2015 تا الان میشه 6 سال تقریبا. من برای خودم اون زمانی که بازه زمانی 10 ساله در نظر گرفتم که بتونم تاثیرگذاری کاری رو که شروع کردم رو ببینم و فکر کنم بعد اینجوری نگاه بکنیم. یعنی من از همه دوستان میخوام که کوتاه مدت نگاه نکنن و اگر در کوتاه مدت نتیجه نگرفتیم ناامید نشن. ما هیچ کدوممون این کارو نکردیم، هممون برامون جدیده، همم که میگم خودم رو استثنا نمیکنم و داریم هممون با هم یاد میگیریم و اگر هم به حساب کم و کاستی باشه به هر حال باید شروع کرد که این کم و کاست ها برطرف بشه و به جایی برسیم که بتونیم حضور مؤثری داشته باشیم در مسائل. من عذر میخوام حرف زیاد زدم، بازم حرف دارم ولی گفتم یه استراحتی بدیم که گفتگوی دیگران رو هم بشنویم. خیلی ممنون، متشکر. دوستان در این رابطه اگر صحبت دارن، آقای دکتر اربابیان بفرمایید. بله، به هر حال من صدام رو هست. به حضور شما که من استفاده کردم هم از صحبت‌های آقای دکتر نریمانی و هم از آقای منزباشی کیان که صحبت‌های مفید خوبی کردن. چند تا فراز رو یادداشت کردم. آقای دکتر مزینانی در بحث مشارکت ایرانیان رو مطرح کردن که ما باید در واقع اینجا شاید یک وظیفه‌ای به گردن آقای دکتر صدقی و آقای دکتر آبدی و دوستان اجتماعی باشه که بیان این مشارکت رو در واقع مشارکت همون معادل تیم ورک هست. یعنی در واقع اینها رو ما بیایم ببینیم چی هست. و خب مشارکت بحث مفصلی هست و بزرگترین ضعف ما ایرانی ها همین مشارکت هست، یعنی تیم ورک. ما معروف است که تک تک اندیویدوال خیلی موثریم اما توی جمع اثرمون کم میشه، باید بیشتر باشه، معکوس باشه. این رو باید آفتیابی کنیم ببینیم چجوری هست. به حضور شما که چند تا نکته دیگه ایشون صحبت کردن، یکی این که مردم شاید فکر میکنه همه چی خوبه. جالب بود این نکته، این فراز جالبی که آقای دکتر نریمانی مطرح کردن. آموزش و اینها به هر حال صحبتاش توی در واقع همیشه تو سرای ایران صحبت بوده که حالا در حد خودمون چجوری این کار انجام میشه. و جلسات خانگی بسیار بسیار مؤثر هست. وقتی افراد ما ایرانی ها رو در رو هستیم تا غیر رو در رو شرایط فرق میکنه. این همدلی و همکاری و تیم ورک و مشارکت در واقع میتونه با جلسات رو در رو خیلی تقویت بشه، به خصوص جلسات خانگی رو بسیار پیشنهاد دادیم. از فرازی که از صحبت های خب از یک مسئله ایشون باز مطرح کردن، این اختلاف حزبی نکته بسیار اساسی هست که از اون طرف دوست عزیزمون آقای باجکیان هم صحبت پیچیدگی قضایا کردن. یک چالش را مطرح کردن که مسائل شهری رو یه تفاوت قائل شدن با بحث‌های حزبی و این خودش یک میشه گفتش که یک راه حل اتفاقا. یعنی ما تو بحث‌های حزبی باید ببینیم که ایرانیات به چه کسی رو حمایت کنیم. خب مسلماً به صرف ایرانی بودن همونجور که اشاره کردن دوستان، خیلی ما نباید در واقع روی این قضیه فکر کنیم. باید قابلیت‌ها رو ببینیم و بعد باید ببینیم که تشویق کنیم به چه حزبی. خب حزب‌ها برنامه‌شون متفاوته ولی ما بحثمون سر اینه که کامیونیتی ایرانی در واقع مؤثر و فعال بشه. پس در نتیجه یه جایی که خوب میتونیم عمل کنیم توی شهرداری هاست. تو شهرداری ها آنچنان رنگ و بوی حزبی نداره
و از طرفی اون بحثی که آقای مهندس در ابتداشون مهندس هاشمی میر هاشمی مطرح کردن که ایشون خب رأیشون شکسته شد، چجوری ما چگونه میتونیم عمل کنیم؟ چون من این مکانیزم رو نمیدونم، سوال میکنم در واقع از آقای باجیکیان و از آقای نریمانی که ما چه مکانیزمی رو باید به کار ببریم که این رأی ها شکسته نشه، با توجه به اینکه خب ایرانی ها مثل همه کامیونیتی ها به هر حال افکار متفاوتی دارن، یک کسی برنامه های NDP رو علاقمنده، یکی گرین رو، و شاید کسانی هستن که لیبرال، شاید میشه گفت اکثر ایرانی ها اونچه که من میدونم یک گرایش هایی به لیبرال ها دارن. خب اینها رو در سطح استانی و در سطح فدرال و در سطح شهرداری ها چجوری میتونیم ما اینا رو جمع بکنیم و در واقع جلو ببریم بتونیم کار بکنیم؟ من فکر میکنم یک سری برنامه های ما باید داشته باشیم، یه سری موتورهای محرکی باید داشته باشیم که بتونیم مشارکت ایرانی ها رو جلب بکنیم. نمونه قضیه من اگه بخوام اشاره کنم، همین فارسی در بیسی که آقای باجیکیان بسیار زحمت کشتن و به هر حال انگیزه بزرگی هم دارن، ضمن اینکه حالا همه این حرفایی که من میزنم وقتی صحبت آقای باجیکیان رو میکنم یه شرمندگی نسبت به ایشون دارم که دون بحث اقتصادی که صحبت بود من به دلایل شخصی نتونستم اصلا فعال باشم و شرمندم، ولی به هر حال فارسی در بیسی یک خودش یک موتور محرکیه که خوبیشون داره. شاید بحثای دیگه ای هست، انگیزهای دیگه ای میتونیم داشته باشیم برای هر کدوم از احزاب. مثلا حزب گرین، ما ملت ایران و فرهنگ و تمدن ایران پایه‌گذار بحث گرین هست، پایه‌گذار بحث انوایرمنتال، پایه‌گذار در واقع توجه به طبیعت. ما طبیعت رو در واقع قبل از اینکه خدای وجود داشته باشه ما طبیعت رو خدا میدونستیم و همه چی رو از طبیعت میدونستیم. فرهنگمون رو برین بررسی میکنیم این چقدر به اینها ارزش میده. خب اگر بیایم این هایلایت بکنیم، این نکات مثبت رو کنار هم بذاریم، شاید بتونیم اون ضعف بزرگ مشارکتی که داریم رو بتونیم برطرف کنیم با این موتورهای محرکی که میتونیم داشته باشیم. زبان فارسی تنها و تنها و تنها زنجیره‌ایه که ما رو به تمدنمون وصل میکنه. ما تو واژگان فارسی رمز و رازهای بسیار عظیمی هست، ما رو منقطع کردن، بریدن، کشتن، کتابامون رو آتیش زدن، ما خودمون رو نمیشناسیم. ما زبان فارسی که صحبت میکنیم اصلا این زبان فارسی رو نمیشناسیم و خب این در واقع اینا موتورهای محرکی میتونن باشن، ضمن اینکه حالا ممکنه یه ضعفایی تو کار باشه، اینا رو با مشارکت و با همدلی میشه جلو برد. ببخشید. خیلی ممنون. آقای دکتر عابدی بفرمایید، شما خواهش. عرض سلام دارم دوستان عزیز، خیلی استفاده کردم، ببخشید من تصویری نتونستم خدمت برسم، دخترم یه مقدار ناخوشه، دارم تیمارش میکنم و ازش مراقبت میکنم، نتونستم تصویری بیام، ولی به خوبی گوش دادم، استفاده کردم، ممنونم از همه دوستان. من یه بحثی رو آقای دکتر اربابیان یه اشاره خیلی خوبی هم کردن بهش، شاید یه بخشی از عرایض من در همون فرمایش آقای دکتر اربابیان بود، ولی باز میخوام تاکید کنم که خب همونجوری که مستعد هستید، من خودم از کسانی هم که کاندیدای ایرانی رو اصلا ورود به جامعه ایرانی با حمایت از کاندیدای ایرانی آقای راسل بود و هر موقع هر جا کاندیدای ایرانی بود ازش حمایت کردم و خواهم کرد و به هیچ عنوان عرضی که الان میخوام بکنم نافی این قضیه نیستش. اما یه بحثی آقای باجیکیان کرد که یک حقیقته و به نظر من روش باید یه مقداری بیشتر تأمل کرد و اون اینه که اگه قرار باشه ما صرفا به خاطر ایرانی بودن بیاییم و کمپین ایجاد کنیم و کسی رو وارد یک سیستم تصمیم گیری، حالا بگم بهتر از بهتر اینکه بگم سیستم سیاسی، بگم سیستم تصمیم گیری بکنیم، شاید منافی کثرت‌گرایی در جامعه کانادا و دموکراسی در اینجا باشه. چون تصور بفرمایید اگه قرار باشه قومیت‌ها اینجوری همت بکنن و احتمال ببرزن که اعضای خودشون رو بیارن سر
کار، اون وقتی که شانس های بقیه اعضا کم میشه. تصور فرمایید همه هندیا به هندیا رای بدن، چینیا به چینیا رای بدن، ممکنه در واقع اینطور باشه، ولی میخوام بگم که در اصل نافی قضیه دموکراسی و کثرت گراییه. همونجور که آقای دکتر اربابیان هم فرمودن، شایستگی خیلی خیلی جایگاه والاتری نسبت به کسی ایرانی باشه یا نه داره. من میخوام یه اشاره کوتاهی بکنم، بسیاری از ایرانی ها در سراسر دنیا حتی در ایران خودمون هستن که متاسفانه منافع هم وطنای خودشون رو اصلا در نظر نمیگیرن و بیشتر در خدمت کسان دیگه و بیگانگان خدمت میکنن. خیلی دیدیم نمایندگان ایرانی که حتی با هموطنان خودشون عناد میبرزن، یعنی حتی نه اینکه حمایت میکنن، عناد میبرزن. باز یک مثال بسیار بسیار صریح میخوام بزنم که تشکر محسوب میشه، واقعا خانم بویما در نورسوان چی کار نکرده که یک ایرانی میتونست بکنه؟ خانم بویما واقعا تمام قد وایستده برای دفاع از تمام حقوق تمام اقشار، تمام آدم ها، به هیچ عنوان هیچ وقت اشاره خاصی به هیچ قومی، هیچ جنسیتی، هیچ کسی نکرده و آنچه که در توان داشته در طبقه اخلاص گذاشته، که من شک دارم یه ایرانی میتونست حتی تا این حد موفق باشه. بنابراین یه مقدار روی این قضیه باید تعامل کرد. البته کماکان میگم پیروی میکنیم، کماکان کمپین ها رو حمایت میکنیم، کماکان خیلی استقبال میکنیم، ولی میخوام بگم حتما این مهم رو خیلی خوب اشاره کردن آقای دکتر آقای باجکیان و آقای دکتر اربابیان تایید فرمودن، این مهم رو باید خیلی خیلی در نظر داشته باشیم. مرسی. خیلی ممنون. آقای باجکیان دست بلند کردن. بله دستون درد نکنه. من دو تا مسئله رو در واقع حالا چند تا مسئله شد آقای دکتر آبادی یه مقدار از مسائلی که من میخواستم بگم من گفتن که خیلی هم اول باید بهشون هم سلام بکنم چون خیلی وقت بود همدیگر خیلی وقت همدیگر ندیدیم، فقط یه گفتگو کوتاهی داشتیم زمان انتخابات این آخری و جای خوشحالی که در حال حضور ایشون اینجا هستش. ببینید در مورد بحث شکستن رأی ها و حالا بحث های دیگه بذارید من یه چیزی رو یعنی یه ذره من به نظرم باید از یه چند قدم یه عقب‌تر این بحث شکستن رأی ها یه بحثیه که حالا برای یه عده ممکن مهم باشه، برای یه عده ممکن مهم نباشه، در یه شرایطی مهم باشه، در یه شرایطی نباشه و هر کسی یه نوعی بهش نگاه بکنه. ولی یه چیز دیگه هستش، ببینید تاثیرگذاری ما لزوماً در این راستا نیستش که حالا رأی که میدیم نمیدونم رأی رو نشکنیم، چون ممکنه از نظر شما مثلا رأی یه نفر نباید بشکنه ولی از نظر من مثلا موردم باید رأی حتما بشکنه و اینم چیز نیست، یعنی حتی اگر ایرانی هم باشه ممکنه ایرانی باشه که من نخواهم مثلا انتخاب بشه، اون هم باز چیز نافی این قضیه نیست که من مهمه برام تاثیرگذاری ایرانی ها در عرصه. چون ببینید ما از این لحاظ میگم باید چند قدم عقب برگردیم، این که باید اصلا رأی بدیم، این که باید بدونیم برای چی داریم رأی میدیم، این که در نظام سیاسی مشارکت های غیر از رأی دادن هم داشته باشیم، چون خیلی وقتا رأی میدیم بعد میریم خونه. مثلا الان خب من باز رسول رو مثال میزنم، تو حزب سبز فعالیت های زیادی داره و در سیاست گذاری اونجا تاثیرگذار هست، در روی کرده حزب سبز تاثیرگذار هست و این خیلی مهمه. حالا حزب سبز به خصوص و حالا NDP هم این ایرادو داره، من مستثنا نمی کنم که خب یه تاریخچه‌ای دارن که یه مقدار بیشتر با سفید پوستا هستش و خب ماها توش نقشی نداشتیم تا همین اواخر. حالا جفتشون متوجه شدن که این روی کرده مهمه، حالا و این باید این تغییر روی کرده مهمه و مهمه که جور دیگه نگاه بکنیم. یعنی خیلی مسائل هست، فقط بحث این که رأی ما بشکنه نیست. بعد در مورد انتخابات شهری واقعا بحث نوع رأی دادن جوری نیست که حالا رأی رو بشکنه، چون شما یه انتخاب ندارید و حالا به جز شهردار که البته یه انتخاب دارید و یه بحث پیچیده‌ای میشه که مثلا شما در 5 انتخابی که دارید به کیا رأی بدید و چه جوری رأی بدید، اینها مسئله است. بعد یه بحث دیگه حالا در مورد فارسی دربیسی که صحبت کردن رو دارید آقای دکتر اربابیان، ببینید فارسی دربیسی هم اتفاقا یکی از همین چیزاست در تاثیرگذاری در تصمیم گیریه، چون الان حالا من اگه ما بخوایم
در این بحث رو باز بکنیم، مثلا کل جلسه میشه فارسی دربیسی. ولی خب ما یک مسئله‌ای داریم در با نظام آموزشی در مورد نوع سیاست‌گذاری آموزشی و نوع رویکرد به آموزش زبان و اینکه چطور خانواده‌ها بتونن نظر خودشون رو برسونن به گوش اونهایی که تصمیم گیرنده هستن. که خب مثلا ما این پتیشنی رو راه انداختیم که مدیران مدارس مستقیم میره، با وجود اینکه پتیشنی رو از قبل داشتیم که خود ما میومدش، چون خیلی راحت ما رفتیم با آموزش برای صحبت کردیم، گفتن که خب پتیشن مال شماست و ما که چه میدونیم، ما بعد با پدر مادر به ما که نگفتن، به شما گفتن. و بعدم خیلی وقتا با ما صحبت میکردن، گفتن خیلی خوب شما یه گروه به حساب special interest group یا یه گروه لابیست هستید و ما کاری با شما نداریم، ما از خانواده ها بشتریم. خب اینم مثلا ما این مکانیزم رو جور کردیم. و این که ببینید این خیلی یه پدیده غریبیه که ما اینجا باش روبرو شدیم به عنوان مهاجر، که شما میتونید به یه نفر که در مقام تصمیم گیری هست، حالا مدیر مدرسه، مسئول آموزشی، عضو شورای آموزش، عضو شورای شهر، عضو شورای پارکدار، شهردار، نماینده پارلمان استانی، نماینده پارلمان فدرال، یه نامه‌ای بنویسی و اون آدم هم حالا ممکنه همیشه جواب نده، ولی خیلی هاشون جواب دادن. من این پتیشنی که ما فرستادیم جواب هاش هم اومده و تأثیر میذاره. این که ما اصولا تأثیر گذار باشیم رو باید بیایم بیشتر نشون بدیم. و یه چیز دیگه هم میخواستم بگم فراموشم شد. فکر میکنم که ما از همه این چیزهایی که گفتیم مهمتر اینه که باید قبول کنیم که یک جامعه یک دست نیستیم. هیچ جامعه یک دست نیست. یعنی این که فکر کنید مثلا توی همین بحث حالا جوامع دیگه از یک تو میشه میگن آقا هندی ها با همن، نمیدونم چینی ها با همن، نه نیستن. اصلا همچی چیزی نیستش. ببینید الان من مثال جامعه پنجابی رو اینجا بزنم که حالا بهشون میگن جامعه هندی، ولی خب بیشتر از منطقه پنجاب هستن. جامعه پنجابی اینجا بزرگترین حادثه تروریستی تاریخ کانادا از این جامعه پنجابی در ونکوور در بی‌سی در واقع به وجود اومده و شکاف ها و ترکش هاش هنوز در این جامعه موجوده و آثارش، یعنی اون میراث شوم اون حادثه که بمب‌گذاری هواپیمای ایندیا بوده، هنوز در این جامعه هست. ولی تاثیرگذاری این جامعه سر جاشه. اینا همشون یه زمانی خب بیشتر ام دی پی بودن به خاطر طبقه اجتماعی که درش قرار داشتن، ولی الان در همه احزاب هستن. حتی حزب مردم که یک حزب نجات پرست پنجابی‌ها توش حضور دارن و با دستار هم حضور دارن. جامعه چینی مثلا، چینی که میان میگن، آخه اینم باز از اون واژگانی هستش که اصولا دقت نمی‌کنیم روش. مثلا چینی که در چه زمانی از چین اومده کانادا، از هنگ کنگ اومده یا از سرزمین اصلی اومده، تایوانیه یا چینیه، زبانش مندرین هست یا کانتونیست. بعد اینها هم داستانهای خودشون رو دارن، اختلافهای خودشون. ما مثل همیناییم، ما اختلافهای داریم، ولی خب تاثیرگذاریمون هم میتونیم در کنار اختلافات داشته باشیم. ما یه ووتینگ بلاک نیستیم. اینو باید قبول کنیم که ما به هیچ عنوان نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که رأی همه ایرانی ها رو داشته باشه. همچین چیزی محاله، کما اینکه کسی نمیتونه رأی تمام سفیدپوستا رو داشته باشه یا تمام هندی ها رو داشته باشه یا تمام چینی ها رو داشته باشه یا هر جامعه دیگه رو. میتونه، ولی ما در جامعهمون گروه ها و خواستگاه های مختلف اجتماعی داریم. بعضی ها ممکنه بیشتر منافعشون به تفکر NDP بخوره، بعضی ها بیشتر به تفکر لیبرال بخوره و اینها باید با آگاهی به این بیان رأی بدن. یعنی مثلا این قضیه رو باید در نظر بگیرن که چی به دردشون میخوره و بیان در رأی بدن و مشارکت بکنن و قبول کنن که مشارکتشون تاثیرگذاره. ببین، من با یک نماینده از محافظه‌کار گفتگویی داشتم در حدود 2 سال پیش یا 3 سال پیش که به ایشون گفتم که ببینید شما کاری که میکنید، شما یک گروه خیلی خاص و خیلی حاشیه‌ای از جامعه ما رو چسبیدید که حالا عقایدی دارن راجع به حساب ایران و اون سیستمی که در ایران هست و
شما ایرانی های، یعنی این کارتون باعث شده که ایرانی هایی که حتی ممکنه از نظر اقتصادی از تفکر محافظه‌کار باشن، خیلی هاشون نتونن با شما ارتباط برقرار کنن. ممکنه خیلی آدمایی باشن که ذهنیت بیزینسی داشته باشن، تکسا بخوام بیاد پایین و مثلا خصوصی سازی بره بالا، خب من ندارم، بعضیا دارن، دموکراسی همینه، و اونا خب چه اشکال داره برن به محافظه‌کار برن؟ یا ایرانی های بعد مثلا میانه رو هستن، یا یه سری مثل من هستن سوسیال دموکراسی رو باور دارمش. اینها باید همشون بتونن وجود داشته باشن و تاثیرگذار باشن. من اینو میگم و تموم میکنم، عذر میخوام باز زیاد حرف زدم. ببین ما در تمام احزاب سیاسی کانادا ایرانی های خیلی سطح بالا داریم، ولی دلیل این دلیل نمیشه تاثیرگذار باشیم، به خاطر اینکه اون ایرانی ها به این در نتیجه رسیدن که بدترین کار برای پیشرفتشون در سیستم سیاسی اینه که بیان و از به حساب روی ارتباطشون با جامعه ایرانی سرمایه گذاری کنن و رفتن اونجا در واقع همرنگ جماعت شدن، هیچ تأثیر خاصی هم ندارن، که یعنی چیزی نیستش که بخوان به حساب یه صدایی رو از جامعه ما ببرن. اینا کسایی هستن که اینجا بودن، تو همه حزبام هستن، تو همین NDP هم از من و دوست عزیزه بود که آقای مهدیار کسایی هستن که غیر از ما فعالیت میکنن، از ما بیشتر حرفشون برو داره ولی به کاری با جامعه ایران ندارن. اینو باید قبول بکنیم و ما فقط ما باید نذاریم که ایرانی، یعنی ببین ایرانی ها که میرن نباید جوری باشه که آوتریچ به جامعه ایرانی با اونها به پایان برسه، یعنی بعد از یعنی اونها نرن با 4 نفر دیگه تو توی جامعه ما در ارتباط قرار بگیرن، یه صدای بزرگتری رو بیارن به سر میز و تاثیرگذاری جامعه ما رو ببرن بالا. این نقطه ضعف ماست و اینو باید ما توی سیستم سیاسی برطرف کنیم. عرضم تمام. خیلی ممنون آقای باجکیان. آقای یزدانی هم سوالی داشتن. بله خیلی ممنون. من تشکر می‌کنم همه صحبت هایی که شد. اون چی که به ذهن من میرسه این هستش که فکر کنم تا حدود زیاده مالفه جمع واجب نمفرمودن، مهم این هستش که حضور مؤثر جامعه ایرانی تقویت بشه. الزاماً حمایت از یک کاندیدای خاص نباید مد نظر باشه. این مهمه که سرای ایران بتونه وزنه ای باشه تو انتخابات. حالا اینکه توی هر انتخاباتی تصمیم بگیره از چه کاندیدایی حمایت کنه یا چه نظری داشته باشه، این باید اهمیت داشته باشه تا اینکه الزاماً از یک کاندیدای ایرانی بخواد حمایت کنه. من فکر میکنم که باید در واقع برنامه سیاسی سرای ایران به این سمت بده که اون وزنه خودش رو پیدا کنه تو جامعه کانادا به عنوان یک نیروی مؤثر که میتونه تأثیر داشته باشه تو انتخابات، و اینکه کدوم سمت بره اهمیت داشته باشه برای کسانی که فعال هستن تو صحنه اجتماعی و سیاسی. نکته دیگه که باز من میخوام پیشنهاد کنم این هستش که ما باید توی سرای ایران یک رتبه‌بندی داشته باشیم برای کار سیاسی. مثلا اگر بحث انتخابات هست ببینیم که انتهای این مسیر کجاست. انتهای این مسیر به فرض مثال میگم خدمتون مثلا این هستش که بتونیم مؤثر باشیم تو انتخاب پرایم مینیستر توی کانادا، که این رو اگر ما به عنوان اولتیمیت گول در نظر بگیریم چه استیج های قبل از اون وجود داره، چه مراحل قبل از اون هست، اینها رو بریکدان کنیم. مثلا حتما انتخابات پارلمان هست، انتخابات محلی هست، استانی هست، انتخابات شهرداری هست، ما بتونیم اینا رو طبقه به طبقه مشخص کنیم و برسیم به پایین ترین لول، یعنی قدم اول چی هست توی این رود پلنی که ما طراحی میکنیم. این قدم اول رو روش فوکوس کنیم، کار کنیم، یه اچیومنت به دست بیاریم، بگیم مثلا این یه کار که ساده ترین کار هستش توی حضور ما تو مشارکت سیاسی رو ما میخوایم تو سرای ایران
تمرین کنیم، انجام بدیم و موفق بشیم. یعنی یک هدفی رو تعریف میکنیم، یک برنامه ای رو براش تهیه میکنیم، توی یک زمان خاصی اجرا میکنیم و بهش میرسیم. آخر اون مدت میگیم ما موفق شدیم این کار انجام بدیم، حالا میریم برای استیج بعدی. ما همین با این روش میتونیم استیج به استیج در واقع تأثیرمون رو افزایش بدیم و وزن متناسب خودم رو پیدا کنیم تو جامعه. عرض ندارم خدمت. خیلی ممنون، متشکر. دوستان، آیه نوریفر شما صحبتی داشتید، میکروفون بسته. نه خیلی، من صحبت خاصی ندارم، تایید میکنم مخصوصا فرمایشات آقا محسن رو. ما در واقع در سرای ایران نشستیم تا در واقع شایسته سالاری رو در واقع به اون اهدافی که داریم، میتونه شایسته سالاری باشه. صرف ایرانی بودن ملاک نیست، باید مؤثر باشه، باید مفید باشه، اگر نه اون دیدگاهی که ما داریم ازش دور خواهیم شد. ما اگر میگیم ایرانیان مقیم کانادا، دلیل نمیشه که بیایم قطعا یه ایرانی رو در واقع ازش حمایت بکنیم. ولی از اون بالاتر هست، ممکنه یه ایرانی در جامعه کانادایی قابلیت های خیلی زیادی داره که به این حمایت احتیاج داره. ما این رو هم باید کشف کنیم. و منظورم به آقایون نیست که اینجا دارن تلاش میکنن، من به طور کل دارم صحبت میکنم، درباره سرای ایران دارم صحبت میکنم. و ما باید اینها رو جدا از احساساتمون بیام اینها رو بررسی کنیم. و امیدوارم آقای میرهاشمی همچنان در حال دیدن برنامه ما باشن. مثلا موردی که الان صحبت شد در رابطه با اون ورزشگاه، خب من در کوکویتلام زندگی میکنم، کسی دیگه ممکنه در یک ایریای دیگه زندگی میکنه، افرادی هستن اینجا که اصلا پاشون رو توی اون ورزشگاه نذاشتن. خب الان من بیام رای جمع کنم، بیام به 10 نفر بگم، اون 10 نفر به 10 نفر دیگه بگم، خب این پروژه رو متوقف کنیم. خب ما داریم چه کار میکنیم؟ ایشون میفرمان که اونجا افرادی هستن که یه کافی شاپ و اینا احتیاج دارن که این کار رو انجام بدن، کارشون تعطیل میشه. خب ببینید چند تا کارگر میان اونجا کار میکنن به جای اون یک کافی شاپ. و آیا توی اون ورزشگاه اگر مثلا همون آدرس وبسایتی که ایشون فرمودن، اگر روی کاغذ آچار یک کیوکد چاپ بکنن و اون رو توی همون ورزشگاه یه ساعت بگیرن دستشون، آیا اونجا قرار نیست ورزشکارا بیان ورزش کنن؟ یعنی اونجا خالیه، من باید برم برای اونا رای جمع کنم؟ خود ورزشکارا که اونجا رفت آمد کنن موبایلشون رو بگیرن جلو کیو کد برن رای بدن؟ این کار باید خودشون بکنن، ما نباید بکنیم. ما باید جایگاه خودمون رو بدونیم، اهداف خودمون رو بدونیم، برای دیگران تصمیم. این موضوعش یه چیز دیگه است، الان شما اشتباه متوجه شدید. خب شاید من اشتباه کردم. آره، اینا نمیخوان جلوی پروژه رو بگیرن، میخوان در واقع طبق قرار قبلی اون پروسه‌ای که یه قسمتی رو بسازن بعد یه قسمت دیگر رو بیان یه فرصتی بدن که مردم استفاده کنن. قبل‌تر از اونم یه قرار دیگه بوده، یه روز یه نفر اونجا رو ساخته، ولی بعد از اون قرار قبلی یه قرار دیگه بسته شده که یه پولی داده شده به شهرداری که این کارو نکنه، کار دیگه‌ای بکنه. هر قرار جدیدی قرار قبلی رو قطعاً نقض می‌کنه، قطعا نقض میکنه. اگر نه یه قرار همون اول بود که اونجا رو ساختن، پس بریم به همون بچسبیم، بگیم آقا همون اول که تصمیم گرفتیم بسازیم، دیگه قرار دیگه نذاریم. ما که نمیتونیم این حرفو بزنیم. ما باید موقعی بتونیم صحبتی بکنیم که در جریان قضیه باشیم. من خودم خیلی در جریان. دقیقاً. ما در جریان نیستیم. ما توی اون ورزشگاه هم نمیریم. شما میریم؟ شما یه دیگه ما میریم، زیاد هم میرفتیم با این. بله خب الان نمیری، الان کسی که میره استفاده میکنه باید بره اون پتیشن رو امضا کنه. ها، من نباید برم، شما نباید بریم، هر کسی که از اون استفاده میکنه. پس ما باید اینها رو در سرای ایران برای خودمون به نظر من براشون امتیاز بذاریم، یه امتیازی بهش بدیم، بعد بهش بپردازیم. اگر ما وارد مسائل دیگه بشیم، به نظر من
قدرت سر ایران رو از روی یک نقطه برداشتیم و روی چند تا نقطه گذاشتیم که نمیتونیم پیشرفت کنیم. این من خیلی ممنون آقای سید آقا، متشکر. دست شما درد نکنه. البته من از جنبندی صحبت‌های در رابطه با انتخابات به این نتیجه رسیدم که ما باید به آموزش در واقع ایرانیان اطلاع رسانی، در واقع نگیم آموزش فوری جبهه میگیرن، اطلاع رسانی در رابطه با مسائل سیاسی و در واقع صنفی برای جمع ایرانیان باز از همین زبان فارسی استفاده کنیم، بلکه یک مقدار بیشتر اطلاع رسانی کنیم. بالاخره به سیستم های آموزشی، سیستم های اطلاع رسانی نیازمند هستیم که باید روی این قضیه فکر کنیم. ما توی اساسنامه اولمون این بوده که بایستی با سرپرستای گروه‌ها جلسات مختلفی داشته باشیم و با هم عقیده و نظریاتمون رو شیر بکنیم. این کار خیلی موفقیت نداشتیم. دلیلش هم اینه که هر کسی خودش رو یک صاحب هیئت میدونه و به سختی میاد بشینه به عنوان رئیس گروه و صحبت کنه که خب ما حالا با همدیگه چه بکنیم. روی این قضیه باید متمرکز بشیم. بحث بعدی اینه که اگر ما تو این قضیه موفق بشیم توی ایریاهای مختلف باید حضور داشته باشیم. اینکه اشاره کردن آقای واجکیان تو بخشای مختلف، بالاخره هر کسی تو اون منطقه خودش رأی میده، خب ما اگه حضور نداشته باشیم، ما اگر افکارمون رو نتونیم به نحوی اونجا منتقل کنیم یا فکرای خوب اونا رو ما بگیریم، در این قضیه هم به هر حال نمیتونیم موفق باشیم. بخش بعدیش بخش اقتصادی قضیه هست. هیچ کسی تو هیچ حرکتی نمیتونه موفق بشه مگر اینکه مسائل اقتصادیش دیده شده باشه. شما همین یه جمعی رو میخوای توی رستوران جمع بکنی، دیگه کمترین هزینه‌ش اینه که باید بین کافی بدی دیگه جمع. میخوای یه سالن جمع بکنی، باید سالن رو کرایه بکنی. ببینید اینا مسائلی است که جامعه ایرانی رو در واقع گرفتار خودش کرده و یکی هم یه در واقع مشکل فرهنگی داره قضیه. من این اتفاق همینجا هم چند بار برام اتفاق افتاده که یه کسی رو نمیشناسم، همین که میای معرفیش میکنی میگم آقا ایشون ضمناً این پوزیشن هم دارن بهش میدن، شروع میکنن براش طولی داستان و اینا که این چجوری. من یادم یه وقتی زمانی که من هنوز ایران بودم و توی شرکت نفت کار میکردم، یک روز به من پیشنهاد دادن که ما میخوایم شما رو اتاق بازرگانی مثلا تهران بذاریم. گفتم من باید چی کار کنم؟ گفتن هیچی، شما هیچ کار نکنید، فقط به کسی نگید. گفتم چرا؟ گفت اگر شما به کسی بگید فردا روزنامه ها مجله تا بتونن علیه شما حتی میرن از بچگیتون در میارن میبینن. گفتم خب اگه چیزی هست بیارن. نه بابا تو نمیتونی اثبات کنی، یه چیزایی میگن نمیتونی اثبات. خیلی جالبه بدونید اینجا همین اتفاق افتاد. ما یک کسی رو به هر حال خیلی برامون قشنگ میومد، تحلیل میکرد، صحبت میکرد، چی کرد، حالا تا یه کاری براش پیشنهاد شد، تا یک جای پوزیشنی شروع کردن موضع گرفتن. ببین اینا زیر ساخته فرهنگی، مشکلات رفتاری فرهنگیمون اینا به این راحتی حل و فصل نمیشه و ما در واقع باید این نسل موجودمون رو آماده کنیم برای نسل بعدی. نسل دومون خیلی راحت تر میتونه این مطالب رو درک کنه، تحلیل کنه و مشارکت کنه. ما برای که همین اتفاق بیفته برسونیم به اونها، اینه که آقای واجکیان هم میگفت خیلی انتظارشون این نباشه که در همین یکی دو سال اتفاق بیفته. واقعا درسته، همینقدر که ما بتونیم این رو اتصال بدیم به نسل بعدیمون و خرابتر از این که هست نشیم، این کار موفقیت آمیزیست. و من پیشنهاد میکنم باز هم با گروه های دیگه مشارکت داشته باشیم، باز هم جلساتی رو باشون داشته باشیم و این در واقع هم فکری، هم آهنگی، هم اندیشی، هم افزایی، اینا که این همه هم داره رو در واقع رعایت بکنیم. خیلی ممنون. در این بخش خسته نباشید، میریم به بخش بعدی. دو تا بحث دیگه مونده اینجور که من میبینم. یکی کاریست که آقای
آقای یزدانی. آقای یزدانی جا دعوت شد اومده این وقت. خیلی محکم ایستادم و گفتم شما اعتراف خواهم کرد. آقای یزدانی رفتیم بیرون به فاصله کوتاهی. آقای یزدانی لطفاً شما این کاری رو که به اتفاق آقای دکتر عابدی و آقای دکتر علیرضا صدقی دارید انجام میدید و یه توضیحاتی بدید و یه گزارشی بدید که بعدش میریم سراغ برنامه نوروز که پیشنهادتون چی هست. آقای صدق ببخشید من مجبورم خداحافظی کنم. مرسی از همه. خواهش میکنم. خداحافظ. خیلی ممنون. منم باید رفع زحمت کنم. فقط قبل از اینکه برم خواهشم اینه که در مورد کارهایی که باید انجام بشه دو تا کار رو اضافه بکنیم. یکی چیز تعیین معیارها هستش، معیارهای عقیدتی منظورم نبود، در مورد اینکه چه اشخاصی رو در واقع باشون کار بکنیم و بیاریمش تشویقش بکنیم، و یکی هم این بود که اشخاص رو در واقع باشون شروع بکنیم به صحبت کردن، یعنی یه لیستی از اشخاص تهیه کنیم، صحبت رو فعلا نمیخواد بکنیم. این دوتا رو من داشتم، حالا بعدا فکر کنم. اشخاص منظورت کیا هستن همینجان؟ اشخاصی که در واقع بتونن نامزد بشن و برای انتخابات. این یه به حساب اکشن آیتم به نظر من داشته باشیم یه مقدار بهتر از لحاظ این که کاری رو انجام بدی، ولی معیارها رو میشه یه پیشنویسی رو خودتون تهیه بکنید، حالا بعد روی گوگل داک باشه مثلا دوستان نظر بدن، هر کسی معیارهای مورد نظرش رو بذاره و بعدم حالا چه حمایت هایی میشه کرد و ارتباطشون با حالا حلقه های سیاسی و اینها با توجه به عقیدشون. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. زنده باشید، شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا بفرمایید. آقای دکتر عابدی، آقای دکتر علیرضا صدقی، آقای یزدانی بفرمایید برنامه ای رو که داشتی رو به گزارش چیزی بفرمایید و که ایشالله برنامه‌تون رو خواهیم داشت. اگه اجازه بفرمایید، چون من دست آقای دکتر جواد عابدی و دکتر صدقی در این مورد صحبت بکنم، من هستم. آقای دکتر عابدی بفرمایید. آقای دکتر صدقی شما ببخشید. پس کمک بفرمایید، من شروع میکنم. آقای دکتر عابدی سالاد رو مشغول بشید شما تو موقع. ویدیوشون که بسته، شما کجا دیدین؟ ما بالاخره آدم چشم بصیرت نه به خدا آقای زده بچه داره سوپ میخوره، دارم تلاشونم یه سوپ بدم. خب خدمت شما عرض بکنم، ما از حدود اپریل زحمت دادیم به جناب یزدانی، من و دکتر عابدی، که یه برنامه‌ای که ما از قبل داشتیم حالا در زیر چتر سرای ایران بتونیم داشته باشیم اینو، فقط چون ما قبلا برنامه‌مون زنده به صورت فیسبوکی بود، بعدن هم میتونستن اینو نگاه بکنن. سرای ایران در واقع دو نوع برنامه داشت، یک نوع لایو یوتیوب بود مثل برنامه نوروز و یک در واقع برنامه هایی که مثل سخنرانی یا میزگرد بود که در واقع دوستانی که همین چند نفری که دوستانی که زحمت میکشن شرکت بکنن، البته بعدن این ضبط میشد و روی یوتیوب گذاشته میشد. ما در واقع فکری که کردیم و با همفکری و گفتم زحمت بیشتری که جناب یزدانی متقبل شدن، ما بتونیم اینو یه سره بکنیم، یعنی یه تعدادی در زوم شرکت بکنن همزمان در جلسه و همزمان ممکنه کسی یوتیوب لایو این برنامه رو تماشا کنه و بتونه مشارکت بکنه و همینطور فیسبوک، یعنی سه پلتفرم ما اینو داشته باشیم و خب هم توی فیسبوک خواهد موند هم توی یوتیوب، و بنابراین این یک حالتی بود که هم به صورت لایو ما میتونیم خیلی از افرادو داشته باشیم، حتی دیگه فقط منحصر به کانادا یا شهر ونکوور هم نیست، میتونن از جاهای مختلف انجام بشه. و این بحث فنیشو ما بالاخره خیلی در واقع جلسات متعدد در واقع سعی کردیم بشینیم و اینو
چیزش بکنیم و الحمدلله انجام شد و بالاخره تونست امروزم در واقع یک جلسه امتحانی ما داریم. بحث محتوایی هم که ما دوست داشتیم برگردیم به بحث روانشناسی و جامعه شناسی مهاجرین یا مهاجرت به نوعی به زوایای مختلف بپردازیم. حالا اینه که برخی اینجا جا میفتن، برخی چرا جا نمیفتن، از اینجا چون جنبه های مختلفی داره این قضیه. اگر بشه هر باری به یک سری مسائل بپردازیم به صورت سلسله بحث هایی باشه، از دیگران هم کمک میگیریم به صورت پنل باشه یا به صورت در واقع گفت فکر باشه، به صورت بحثی باشه. فکر کنم حالا به صورت مناظره هم این جنبه خوبی داره و بتونیم این مسائل رو در واقع مطرحش بکنیم که فکر کنم بحث نظری خوبی و پایه‌ای خوبی برای خیلی جنبه هست. ما هر جنبه‌ای که بخوایم بپردازیم، الان صحبت طولانی درباره مشارکت سیاسی شد، دانش سیاسی شد و چگونگی پرداختن به اینها، همیشه یک سری بحث‌های پایه‌ای و نظری لازم هست که بهشون پرداخته بشه تا بعد زمینه‌های مختلف ازش بیاد بیرون. البته قبلا ما مثلا ارتباط روانشناسی مهاجرت و مشارکت رو و اعتماد سازی رو خود من مطرح کرده بودم و همینطور زمینه‌های مختلف رو بپردازی. این جنبه بود که ما داشتیم و یک مورد دیگه هم که یه مقدار شاید مخفول واقع شده، کاری که اینم زحمت بیشترش رو آقای دکتر آبادی کشیدن، ولی خب بالاخره این با اسم سرای ایران ما رفتیم و یک بحثی واقع توی فکر کنم تابستون ما یه بحثی رو مطرح کردیم در زمینه مسائل در واقع اوضاع خانواده در پندمیک و این بحث ما یه مقدار ببخشید جناب آبادی که میکروفون رو مشارکت میکنن دکتر خانم، خیلی هم خوب. البته در واقع بحث خانواده و پندمیک رو ما در واقع داشتیم که الان ضبط شدهش توی یوتیوب هست و ما اینو به صورت علمی ترش در آوردیم و در سپتامبر به صورت در واقع آنلاین در کنفرانس سوشال ورکر که مربوط به همین پندمیک و از زوایای متفاوت پندمیک بهش پرداخته می شود در واقع ما ارائه دادیم و سرتیفیکیتی آمده به نام آقای دکتر آبادی و به نام من و این در واقع به صورت ارائه شده، البته به صورت مقالم شد و این کاری بود که در ماه سپتامبر انجام شد. خیلی به قول معروف شروع تئوری که خوبی بود که یه مقدار تو این زمینه ما فعالیت کردیم. حالا اگر شرایط ایجاب میکنه برای آقای دکتر آبادی اگر تکمیلی دارن بر این صحبت ناقص من بفرمایند یا آقای دکتر آقای جناب یزدانی عزیز مخدم جان. آقای دکتر صدقی خیلی ممنون، من گوش دادم، شما لب مطلب فرمودی عالی بود. من فقط چند نکته رو دوباره اشاره بکنم. قضیه که آقای دکتر صدقی فرمودن در مورد مقاله، تقریبا گروه و هیئت مدیره در جریان هستن، چون من گام به گام هر مرحله‌ای که بودم برای تو گروه پست گذاشتم و متأ آخرین مرحله همین این بودش که ما مقاله رو کامل کردیم با کمک آقای دکتر صدقی و ارائه دادیم برای چاپ بدن کتابچه کنفرانس که منتظر کتابچه چاپ شدهش هستیم. در مورد میزه گردایی که آقای دکتر صدقی فرمودن، همونجور که اشاره کردم به خوبی، ما این برنامه فیسبوکی رو داشتیم، خیلی استقبال میشد به خصوص بعضی از موضوعات. ما الان موضوع مهاجرت و به خصوص پناهجوها
موضوع بسیار بسیار عاجلیه و متاسفانه دردناک. الان اتفاقی در بلاروس میفته. وقتی میگن یک جا پناهجو، وقتی یک جایی میگن پناهجو دچار مشکل شده، اینو حتم بدونین که بیش از 60-70% صحبت از ایرانی ها و افغانی هاست. یعنی هر جایی که موضوع پناهجویی و موضوعات کلش این درگیری اینا هست، متاسفانه بدونین که هموطنان ما و هموطنان افغان از اینم درگیر هستن. جزیره موضوع جزیره مانوس که مدت هایی الان در سر زبان هاست، ازش به مستندها تهیه شده. علی حال صحبتم این بود که امروزه چون پناهجویی بحث بسیار داغیه و مشکلات زیادی رو دارن تحمل میکنن که بیان این ور، و وقتی میان این ور تازه مشکلاتشون شروع میشه. ما این برنامه رو اسمش گذاشتیم مهاجرت از رویا تا واقعیت. عنوانهایی داره، زیر عنوانهایی داره که در تبلیغات در پوسترش خواهید دید انشالله، و میخوایم منبعد به قول آقای دکتر یه سری برنامه های پیوسته بذاریم. این هم مشتبه نشه دوستان که فکر کنم ما میخوایم جلوی مهاجرت رو بگیریم، چون که تازه یا من شنیدم در ایران حتی تبلیغات مهاجرت هم قدغن شده. نه، موضوع اینه که امروز یک تب بسیار میخوام بگم مجازی یا یک تب بسیار افراطی در کشور را افتاده برای مهاجرت و هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقاتی این ورد میفته، چه نیازهایی، چه پیش نیازهایی وجود داره. ایاتون باشه من یه برنامه ایرم گذاشتم در مورد تغییراتی که ایجاد میشه در خانواده. هیچ کس نمیدونه و متاسفانه بدتر از اون اینه، یه موج جدیدی را افتاده که میان به وسیله ویزاهای توریستی و دانشجویی و اینجا پناهجو میشن. اون دیگه خیلی بده و نمیدونن در پس این قضیه چه چیزهایی هست، چه محرومیت‌هایی هست، چه مشکلات روانی هست. چقدر ما دوستانی رو داریم اینجا پناهجو شدن، در اصل در کشور خودشون مشکلی نداشتن، اومدن پناهجو شدن و الان دارن دست و پنجه نرم با مشکلات روانی، هویتی و بیش از 50%شون پشیمان. ما این سلسله برنامه‌ها رو برای آگاه سازی و روشنگری بیشتر گذاشتیم، به خصوص خوراک خارج از مرزی، یعنی برون مرزی داره برای جوانهایی که در ایران سودای مهاجرت، سودای پناهندگی، سودای پناهجویی به سر دارن. گوش بدن، سینه به سینه نقل بشه، از دوستانی که اینجا گوش میدن برای اونها توضیح بدن که اینجا مدینه فاضله نیست، اینجا هر آنچه مشکل در کشور خود دارید اینجا 10 برابرش رو خواهید داشت. اینها رو برای این گذاشتیم. من این برنامه های لایوی که داشتیم، حالا یه تقیق خیلی کوتاه عرض کنم، موضوع مهاجرت انقدر جالب بود که خیلی از تلویزیون لس آنجلسی زنگ زدن به من پیشنهاد برنامه دادن، که من با یکی از خوشنامه‌هاشون که خب به هر حال نسبتاً خوب بود یه برنامه حتی گذاشتم، رفت رو آنتن در لس آنجلس و البته مرکز نیوجرسی بود این تلویزیون و خیلی استقبال شد، اونجا هم خیلی طرفدار داشت. برای همین ما با آقای دکتر صدقی تصمیم گرفتیم که یه مقداری این موضوع رو بس بدیم. البته صرفا انشالله بعدها این برنامه ها فقط منوط به مهاجرت نخواهد بود، موضوعاتی که عاجل پیش بیاد، موضوعاتی که بیشتر ما قصدمون بر اینه به جای اینکه موظف باشیم برنامه بذاریم، موظف باشیم موضوعات رو کال با چه کافی کنیم و برنامه گذاشتن خیلی در چیزمون نباشه، در وظیفه‌مون نباشه، بیشتر این باشه که موضوعاتی رو که نیاز هست به ما انجام بدیم، چون که حالا یه سری برنامه موظفی بذاریم. ببخشید من خیلی دیگه عرضی ندارم، فقط خواستم همین رو کامل کنم، تایید کنم فرمایش های دکتر صدقی. تشکر میکنم. من فقط اینو خدمت شما بگم، البته آقا محسنم موندن که مستریه بگم، فقط این تیکش موند که ما گفتیم که به نمایندگی از سرای ایران، در واقع اون چیزی که ما برای پرزنت ارائه دادیم و اون مقاله‌ای که قرار هست چاپ بشه و بیاد، اسم ما دو نفر، ما هیچ وابستگی دیگر به جای دیگه نزدیم، چون هر کدوم از ما جاهایی بالاخره وابسته هستیم، ما مستقیما وابستگیمونو یعنی سرای ایران زدیم، یعنی عضو کمیته اجتماعی زدیم که این ماندگار بمونه. من یه خواهشی دارم ازتون آیه دکتر علیرضا و آیه دکتر عابدی، من خواهش میکنم در حد یه چند خطی این گزارش رو مکتوب به ما بدید، من به همین آقای میرهاشمی بدم که توی مجلات اینجا هم چاپ کنم. ببینید ما تنها راه ارتباطمون با مردم یا همین روزنامه‌ست یا مجله‌ست،
یا این کاری که الان دارید شما انجام میدید. ببینید شما اگر بیایید 2 ساعت صحبت کنید و ما روی فیسبوک و یوتیوب بذاریم، خیلی به ندرت افراد این رو میشینن از اول تا آخر میبینن. اما اگر ما همین رو بیایم در چند تا برنامه 15 دقیقه‌ای، یعنی اون کار انجام بشه ولی برای اینکه مخاطب بیشتری ما داشته باشیم، بیایم یه سرفصلی رو جدا کنیم. الان که ما تو 3 تا شبکه میخوایم فعال بشیم، 15 دقیقه نمیخوادم خیلی افراد نشسته باشن میز گرد، یعنی ما اصلا میکروفون میدیم به شما 3 نفر، شما بیایید 10 دقیقه 15 دقیقه یه مطلبی رو بگید و ما این رو توی سیستم خودمون هی بچرخونیم. این خیلی اثراتش بیشتره تا اینکه مثلا کمتر افراد فرصت میکنن که طولانی بشینن و یه برنامه رو ببینن. و حیف هم هست، میدونید شما هر فرازی که در این رابطه صحبت میکنید، خود من لذت میبرم، چیزی یاد میگیرم. حتما دوستان دیگه هم با فرصت‌های کوتاهی که دارن میتونه براشون مفید باشه. این تو دستور کارتون. من دو تا مطلب گرفتم، البته اگر موردی هست جناب دکتر آبیدی. یکی مطلب این بود که به صورت نوشته یک خلاصه از این گزارش باشه، گزارش بعد. این پیشنهاد خیلی خوبه که در واقع علاوه بر اون نوشتاری هم باشه که روزنامه هم بتونم بخونم. ولی من میخوام بگم که قبلا آقای دکتر آبیدی یکی دو باری گذاشته و هیچ عکس العملی دیده نشده. نه در مجله ها، در مجله ها. نه تو گروه خودمون تو... تلگرامی این گزارش فرستاده شده. درست آقای دکتر آبیدی، ولی هیچ واکنشی نشون داده نشده. به خاطر همین 2-3 بارم ما بهش اشاره کردیم، این بار گفتم توضیح بدم. ولی حالا باز دوباره شما یه نگاهی بکنید تو گروه های تلگرامی خودمون، این گزارش مرحله به مرحله داده شده. ولی این الان تکملش رو می‌خواستم بگم، چون از سپتامبر به بعد ما خیلی جلسه جدی نداشتیم. ولی این چاپ در مقالات هم خیلی خوبه. دومین پیشنهاد شما این بود که جلسات ما کوتاه باشه. کلاسیفاید بشه. متوجه. بله، میتونیم. خیلی مؤثره. یعنی من اصلا لینک رو میدم به آقای یزدانی و خود شما. مثل الان که نمیدونم، شما ما الان فقط تصویر یه نفر رو داریم. اون یه نفر صحبتشو میکنه، نظرشو میده، همین 2 نفر یا 3 نفر میچرخن. آدم های زیادی نباشه که حواس در واقع مردم پرت بکنه. و این مطالبی هم باشه که زود نتیجه گیری بشه کرد در 10 دقیقه 15 دقیقه. و اینا درست مثل این رادیو پیام هستش که یه چیزای مطلب کوچیک میده و این خیلی از تحقیقات نشون داده که اینا اثرش خیلی بیشتر از اینه که یک کسی پای یه منبر بره بشه. رادیو پیام ونکوور رو می‌فهمی یا ایران رو می‌فهمی؟ اصولاً هر رادیویی که کوتاه بگه اثرش بیشتره. بسیار. آقای یزدانی مس که بفرستن اضافه کنه. نه خواهش می‌کنم. من اول می‌خوام تشکر کنم از زحماتی که جناب دکتر آبیدی و دکتر صدقی کشیدن تا الان و همچنان برنامه دارن که اجرا کنن. خیلی اون برنامه مفید خواهد بود بدون شک. من فقط یکی دو تا نکته خدمت دارم. من یه گوگل داک درست کردم، این رو تو گروه واتساپ لینکش رو گذاشتم و زحمت بکشید اونجا روش کلیک کنید که من بتونم اکسپت کنم، وصل بشید به این گوگل داک. ما در واقع کارهامون رو اونجا ادامه میدیم برای این جلسات آنلاینی که خواهیم داشت، لایوی که خواهیم داشت، هماهنگی همون رو اونجا بکنیم و مطلبی که لازم هست رو اکسچنج کنیم در اونجا توی واتساپ هستش. این یه مورد توی گروه واتساپ جدیدی که ایجاد شده. نکته دوم در رابطه با صحبت جناب مهندس صدقی، من فکر میکنم که این یک کاری هستش که ادامه دار خواهد بود با توجه به صحبت‌های جناب دکتر صدقی و دکتر آبیدی، و مخاطب به مرور بیلداپ خواهد شد. یعنی که وقتی که مسائل مطرح بشه، این مخاطبا کم کم پیدا میشن و میان. در مورد اینکه چجوری میتونیم پارتیسیپیشن رو بالا ببریم، البته باید سیاست‌های خاصی رو اجرا کنیم.
که برنامه ها جذاب بشه، برنامه ها خیلی خسته کننده نباشه و این کار رو حتما خواهیم کرد با کمک دوستان که فرمت برنامه به شکلی باشه که صرفا به حالت سخنرانی خسته کننده نباشه. به قول شما دو ساعت کسی نگاه نمی کنه. شاید اگه فرمت سوال و جواب باشه، تعدادی افرادی باشن که بخوان سوال کنن، اینا رو حالا باید با راهنمای خود دوستان اینا رو بررسی کنیم ببینیم چه کاری میشه کرد، یا دیبیت باشه یا این مسائل رو باید دید که چه کار کرد که این برنامه ها جذابتر و دیدنیتر باشه و طبیعتا بیننده های بیشتری خواهد داشت و اثر بیشتری خواهد داشت. این رو هم بررسی میکنیم. یه نقطه کوچیکی هم هست، البته هر جور که شما صاحب نظر هستید، از دید من عنوان مهاجرت از رویا تا واقعیت یک بار منفی توش داره. این بار منفی میتونه تعداد زیادی از کسانی که در فکر مهاجرت هستن از کل این برنامه جدا کنه، اصلا بازش هم نکنه. من فکر میکنم شاید یک عنوانی که حالا بار مثبت داشته باشه بهتر باشه. حالا این چی میتونه باشه رو شاید بعد روش کار کرد که چه عنوانی باشه. همینجوری برای پیشنهاد میگم خدمتتون، چیزی که خیلی مثلا دیدید حتما، چطور میشه یک مهاجرت موفق داشت. این یک بار مثبت توش داره، یعنی اینکه کسی که میخواد مهاجرت کنه تا این عنوان رو ببینه روش کلیک میکنه، میگه من میخوام مهاجرت کنم و میخوام موفق بشم، روش کلیک میکنه. ولی اگر شما بگید از رویا تا واقعیت، خب میشه مثل هزار تا فیلم مستند که میخوان معنی کنن، میخوان نرفته، میخوان جلوتو بگیرن. میدونید این فکر میکنم میشه روش فکر کرد، یه خورده کار کرد که چون میخواد در واقع هد تایتل هستش دیگه، مین تایتل هستش، بقیه تایتل ها زیر این، از ابتدا میتونه روش خیلی کار بیشتری کرد. و فقط یه پیشنهاد بود خدمتون، از صاحب اختیار هستی هر طور نظر کنم. من عرضی ندارم خدمتون در جمعه این. جناب یزدانی، راستش حالا ما به منفی و ایناش توجه نداشتیم، یه شوکی میده، ما میخوایم اون شوکه رو بده. از اون طرف اگر بگیم چگونه یک مهاجرت موفق داشته باشیم، خیلی چی میگن استاندارد و کتابی و اینها، ما میخواستیم یه خود حالت ژورنالیستی و یه خود شوک بده، بعد حالا اینو باز کنیم. حتی اگر ما واقعیت شو بگیم، واقعا همینه، برای یه ده رویا خیال پردازیه و ما اگر مسائل روانشناختی رو در نظر بگیریم، ما گاهی اوقات دی دریم داریم. این خیلی فرق داره با برنامه‌ریزی و یک